بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. ممنونم که نشستید با ما به دیدن تلویزیون مردم، برنامه سوربی با مردم. و امروز هم یک شنبه هست، 17 اکتبر 2021، برابر با 25 مهر ماه 1400. همین اول برنامه اجازه بدید از خانم لیلا انصاری تشکر کنم که دیروز وقتی برنامه هفته قبل ما رو میدیدن، چون یوتیوب و فیسبوک و اینها بعضی جاها اون کلمه لایو یا برنامه زنده رو بر نمیداره و میذاره رو برنامه ها، ایشون فکر کرده بود که برنامه زنده است و برای من پیغام گذاشتن که آقای سوربی تاریخ اشتباه است، امروز شنبه است و تاریخ شما اشتباه است. در اصل جالب اینه که هفته قبل وقتی من برنامه رو شروع کردم، به جای تاریخ دهم یه تاریخ سوم بود، یه چیزی. در صورت ممنونم، متشکرم که هستید. خیلی خوشحالم که لیلا خانم بعد از مدت‌ها تصمیم گرفت پیغام بذاره، ولی اگر از داداشتون سوال کنید، ما همیشه جویای حال شما بودیم و هستیم و خواهیم بود. و اما یه لیلای دیگه هم از اون طرف، یعنی این دیگه نور علی نور، لیلا از شرق آمریکا خانم انصاری و لیلا از غرب آمریکا خانم میلانی لطف کردن، مقاله‌ای نوشتن برای من که امیدوارم بتونم با اون دوستی که ایشون گفته در ایران ارتباط برقرار کنم و برنامه‌ای در این رابطه داشته باشیم. در برنامه قبل من درباره حضرت داوود و این حضرت ابراهیم و این ماجرای قربانی کردن و اینها که اونم خودش یک فلسفه‌ای برای بیزینس بوده، چون میدونید هم محمد بیزینسمن خوب بوده، این ماجراهای هر سال بیا مدینه و زیارت و اینها، همه اینها از شروع بیزینس میاد. دلیلش هم اینه که همه اینها دوستان کلیمی ما هستن، خود حضرت محمد هم کلیمی بوده. بعضیا الان هی اصرار دارن اسمشون رو عوض کنن چون اسلامیه. آقا خانم ابی طالب یا محمد ابن عبدالله، بابای محمد که مسلمون نبوده ولی اسمش عبدالله بوده، یا بابای علی ابن ابی طالب. اینا رو خلاصه روزگار غریبی است، نمیدونیم، همینجوری الکی احساساتی میشیم، یه کارایی میکنیم که بعدش هم باعث پشیمونی خودمون و دلخوری دوستان میشه. امروز یه نگاهی میندازیم به روزنامه‌های ایران. یکی از دوستان گفت که خوب شده که برنامه‌هاتون رو روز یک شنبه گذاشتین، چون روزهای جمعه شما نمیتونستید روزنامه‌های ایران رو ببینید، چون روزنامه‌های ایران روزهای جمعه، خیلی ها روز جمعه که همه تو خونه هستن میتونن بیشتر روزنامه بخونن. مثلا توی آمریکا روز یک شنبه روزنامه قطرش انقدر میشه، چون هم آگهی‌ها زیاده، هم مقاله‌ها زیاد میشه، هم آرتیکل‌های مهم اون هست. ولی ایران اصلا همه چیش یه جور دیگه است، برای خودش یه سرزمینی در یک جهان دیگه، در یک منظومه، از منظومه شمسی باید بزنیش بیرون، شمسی خانم رو ول کنیم، باید بریم یه منظومه برای خودمون درست کنیم. دوشنبه ای که گذشت روز کولومبوس بود که میدونید کولومبوس داستانهای زیادی هست. این کولومبوس کسیه که حتی میگن پاش به آمریکای شمالی و اینها نرسیده، کسیه که اصلا فکر میکرده اینجا هندوستانه. البته من ماجرای این کولومبوس و اون یکی دیگه امریکن وسپوسی و اینا رو نمیدونم. در هر صورت هرچی مردم آگاهتر میشن و تاریخ رو بهتر میدونن، از اینها منزجرتر میشن و هی اینا رو میخوان عوض کنن. الان هفته پیش آقای بایدن رئیس جمهوری آمریکا یک به اصطلاح نمیدونم حالا اگزیکیتیو اوردر بوده یا یک چیزی رو، دستوری رو امضا کرده که این روز رو به عنوان Indigenous People Day میگن. کلمه Indigenous همون بومی و افرادی که اینجا هستن. میدونید که حتی بهتون گفتم توی ژاپن، مردم ژاپن اگر شما میبینید شباهت زیادی به کره دارن، برای که از کره رفتن اونجا و مردم خود اون جزیره ها رو فرستادن بالا. اینم در طی زمان همیشه اتفاق افتاده، هیچ کم هیچ کارش نمیتونه بکنه. اونهای احمقن که میخوان برگردونن عقربه های زمان رو. حالا یکی میخواد عقربه زمان رو برگردونه 1400 سال پیش، احمقه. یکی میخواد بیشتر برش گردونه به 2500، بیشتر احمقه. میخواد برش گردونه به 3000 سال،
یا 3000 خورده سال دوره زرتشت احمق‌تر از اون یکی، میخواد برش گردونه به 5000 خورده سال عقب‌تر دوره نمیدونم موسی و فلان اینها، اون دیگه احمق احمق احمق. ولی همین احمق 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 که دوستان کلیمی و جهود ما هستن دنیا رو اینجوری گرفتن. به یکی از این دوستان کلیمی گفتم شما بیا بشین اینجا به من بگو که قبل از این هیتلر چرا این دوستان کلیمی در تمام دنیا پخش شده بودن؟ مگه تا اون موقع این خاخاما و اینا بهشون نگفته بودن که شما قوم برگزیده هستین و باید توی اسرائیل، حالا ما نمیگیم فلسطین، با تو اون منطقه باشید؟ اگه اونها رو گفتن چرا اینها ول کردن رفتن؟ خلاصه بحث ها خیلی زیاده. یه شعری بود فکر کنم آقای شهریار قنبری، یا شهریار قنبری میگفت گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم. و اما از آقای رحیم رشیدی که یه دفعه باهاش مصاحبه کردم دعوت کردم که بیاد و با ما صحبتی داشته باشه، چون دوستان کرد هم این روزها، حتی من رستورانای ایرانی که میرم میبینم که بعد از مراسمی که دارن، مراسم که نه، بعد از این گرد همایی که دارن توی مجلس و اینها، اون آمریکایی‌ها رو برمی‌دارن میان رستوران و میشینن میخورن و مینوشن و اینها. ولی میخوام ازشون بپرسم این که من میدونید اولین مجری تلویزیونی هستم که در آمریکا به این دوستان کرد برنامه دادم، یا لااقل در شرق آمریکا. و یه نفر به من تماس گرفت گفت آقای سوربی این دوستان کرد همچین مظلوم نیستن که شما فکر میکنی. گفتم چرا؟ گفت اینا هر کی پول بدن مثل ارتش استخدامیان میرن همراه اون، از خودشون سوال کن بیارشون، نمیدونم اون آقای بارزانی این پول میده میره اونجا، اون پول میده میره اونجا. گفتم والا من نه سواد سیاسی منقدر نه تاریخ رو میدونم، میذاریم دوستان بیان. از آقای رحیم رشیدی دعوت کردم، ولی ایشون هم مثل دیگران، مثل آخوندا، فقط نوشته ها رو میگیره. اینا میدونید آخوندها دست گرفتن دارن، دست دادن ندارن. و اما امروز یه مقاله براتون میخونم از آقای امیرحسین لادن که اون رو روی یوتیوب، روی فیسبوک صفحه خودم، روی فیسبوک مردم تیوی، روی لینکدین، روی توییتر و بالاترین هنوز نگذاشتم، شادم گذاشتم بالاترین هم گذاشتم، ولی شما میتونید از صفحه اصلیش که گویا بود به اصطلاح اونو بگیرید. خیلی ممنون. آقای اکبری هم اینجا هستن. آقای اکبری سعی میکنم همین ساعت 2 بعد از ظهر روزهای شنبه رو نگاه دارم به خاطر لطف و محبتی دوستانی مثل شما، مثل آقای فرهاد زمانیان، که آقای زمانیان نوشته بود که من فردا باید برم یه کار مهم میدارم که بعد معلوم شد در رابطه با دکتر و بیمارستان هست. بعد نوشته بود با همه اینها میام منتظر میشینم. گفتم نه آقا برو استراحت کن، این برنامه ما که اینقدر مهم نیست که، چون میتونی بعدنم نگاه کنی. ولی اجازه بدید اول بریم ما این مقاله ای رو که میدونید دیروز آقای بنی صدر رو به خاک سپردن. خیلی بحث و صحبت ها هست که رو پرچمی که گذاشته بود نه شیر و خورشید بود نه پرچم جمهوری اسلامی بود، این دیگه چیه؟ اقلا میذاشتی یه پارچه سفید علامت صلح دوستی. و میدونید آقای بنی صدر یک مهره ای هست که یا بود که خیلی بحث برانگیزه. اجازه بدین تلویزیون رو اینجا شده لویزیون، من براتون یکم اندازش رو کوچیک‌تر کنم که در صفحه جا بشه. بله الان برگردیم این افکت 7، بله میشه تلویزیون مردم، به حمایت شما نیازمند است. از طریق پیپال میتونید کمک کنید، از طریق وسترن یونیون، از طریق RIA ریا، از طریق مانیگرام، از همه طریقی اون کسی که بخواد میتونه. اجازه بدید که یک تشکری داشته باشم از این تایسنز فلوریست اند گیفت. من هفته پیش وقتی که با ایشون آشنا شدم و در اولین برنامه، یعنی برنامه یه شنبه هفته قبل در این مورد صحبت کردم، بعد پریروز ایشون به من گفت که چند نفر تماس گرفتن ولی دو نفر از اونها، یکی از مریلند آقا منوچهر و دیگری از کالیفرنیا، اینها حتی قرار گذاشتن اینها. من از هر دوی این دوستان ممنونم ولی یک گله دارم. خب وقتی ما میگیم حمایت کنین و شما هستید و میبینید، چرا حمایت نمیکنید؟ یه خانمی هم پیغام گذاشته بود، حالا بعد از چند ماه، الان دیگه یادم نیست که چند ماه داور فوت شده، گفته بود که آقای سوربی داور
شنیدم داور فوت شده، اگه امکان داره به من زنگ بزنید. من قدیما این کارا رو میکردم، زنگ میزدم، ولی میبینم خب آقا طرف فوت شده، شما هم شنیدی دیگه، حالا من زنگ بزنم؟ من که قبرستون اینجا مرده و مرده شور نیستم. این وضعی میگه الان پهلو دخترم بودم، به خاطر اینکه دوست دارم شما رو در آرامش نگاه کنم با تاکسی اومدم خونه. مگه پهلو دخترت کسی آرامش نداری؟ اتفاقا آقای اکبری میگم که دخترش بهش گفته بابا یکی پیدا شد اونم مثل تو حرف میزنه. حتما دختر شما این لهجه شیرازی تو با دوستاتون و با دیگران به اصطلاح فکر میکرده عجیبه، تا روزی که من رو دیده از طریق چیز، حالا فهمیده بابا اکبری تنها نیست. در صورت ممنون و متشکرم که خرج گذاشتی رو دست خودت، با تاکسی اومدی و نشستی و نگاه میکنی. بریم مقاله آقای امیر حسین لادن رو بخونیم و بعد برگردیم و برنامه رو پی بگیریم. ممنون و متشکر از اونایی که هستن، ممنون و متشکر از اونایی که بعدن میبینن، و تشکر میکنم اگه شما این برنامه رو با دوستانتون شیر کنید یا به هر صورتی به دیگران هم انتقال بدهید. و اما آقای امیر حسین لادن از اندیشکده، و ایشون نوشته که بنی صدر حقایق و واقعیت ها. همیشه میدونید دوستان که حقیقت با واقعیت فرق میکنه. امروز با یه خانم به نام لیدا داشتم از طریق فیسبوک به اصطلاح می نوشتم، براشون نوشتم تا چندی پیش همه فکر میکردن که هر داستانی، هر ماجرایی دو سمت و سو داره، یکی سمت و سوی من، یکی سمت و سوی شما. ولی بعدن معلوم شد که نه خیر، سه تا داره، یکی داستان منه که تعریف میکنم، یکی داستان شما، یکی هم واقعیتی که اتفاق افتاده. حتی یک نویسنده خیلی معروفی هست نوشته اون واقعیت رو هیچکی نمیدونه. به همین خاطره که بعض وقتا ما احتیاج داریم به قاضی که بشینه، یا هیئت منصفه که بشینه بین من و شما وقتی صحبت میکنیم، اونا با تجربیاتی که دارن از پرونده های قبلی تشخیص بدن که ما کدوممون درست میگیم. این دوست ما آقای فرزاد شبستری سالها این رو میخواست تعریف کنه که شما تو چراغ قرمز میری، اون یکی تو چراغ سبز میاد، دوتاتون فکر میکنید حق دارید، ولی یه نفر سومی وایستاده اونجا، اون که میاد میگه اصلا داستان عوض میشه، یا دوربین فیلم برداری که میکنه اون واقعیته، ولی شماها دروغ هم نمیگید، حقیقت دارید میگید، ولی حقیقتی که از جانب شما، از زاویه شما دیده شده. و این نوشته این هست، بنی صد و حقیقت. اجازه بدین که من این رو بیارم روی کپچر و به شما نشون بدم. اگر دوست داشته باشید با اندیشکده تماس بگیرید، بعدن برای شما هر وقت مقاله میذارن مینویسن یا ویدیویی درست میکنن برای شما لینکش رو میفرستن. من چون این کار رو انجام دادم اونها هم لطف میکنن برای من میفرستن و با هم این نوشته رو میخونیم. و اما اجازه بدید که این نوشترم بیارم اینجا که به این صورت براتون بخونم از خبرنامه گویا. نظر شما راجع به خبرنامه گویا چیه؟ این دوستان حقیقتا یک برنامه گذاشتن که میشه گفت با به اصطلاح وقت دوستان دیگه، با دانش اونها که می نویسن و این فیلم درست میکنن، اینها بالاخره این خبرنامه گویا هم این وسط هم خبررسانی میکنه، هم ممکنه یه درآمدی و عایداتی هم داشته باشه. بهتون گفتم هفته پیش یه آقایی به نام اسمشم نمیدونم، قیام سفید، میاد مسخره کرده خودشو. آخرش من گفت که نه، این تلویزیونای کاسب کار. گفتم آقا هر کسی برای زندگی مجبوره یه کسب و کاری داشته باشه. همه که مثل شما تا 40 سالگی خونه ننه‌شون ننشستن لوس بازی در بیارن، برن لباس ارتشی از بازار کجا بود؟ گودربون، یادته آقای اکبری چیزای ارتشی اضافی رو میفروختن، تل علافا فکر کنم بهش میگفتن، تل علافا. و من همیشه برام جالب بود که این مردم میان لباس کهنه ها رو میخرن و اینها. بله، بخونیم این نوشته آقای امیر حسین لادن رو، بنی صدر حقایق و واقعیت ها.
ابوالحسن بنی سعد نخستین رئیس جمهور ایران درگذشت. بنی سعد کیست و چیست؟ چگونه به قدرت رسید و چرا برکنار شد؟ پاسخ این پرسش ها را اکثر هممیهنان ما کم و بیش توی پرانتزی نوشتن درست یا درست یا میدانستن و یا طی دو سه روز گذشته در لابلای اخبار و شبکه های مجازی خواندن. بنابراین در اینجا قصد ما نه تکرار مکررات است، نه مرده پرستی و نه سرزنش و نکوهش، بلکه خیلی جالب این بلکه هم جدا نوشتن، بلکه میخواهیم ببینیم حقایق و واقعیت های شخصی مانند ابوالحسن بنی سعد کدامند و چه نقشی در سرنوشت میهن ما داشتن. شکلگیری شخصیت، من این مقاله رو قبلا خوندم و خیلی جالبه، اونجایی که آقای لادن میگه که بنی سعد خمینی رو مثل پدر خودش میدیده. میگن که شکلگیری شخصیت، دید و برداشت و اندیشه هر انسانی نتیجه پرورش اولیه در خانواده، آموزش در مدارس و سپس تجربیات در جامعه و زندگی می باشد. در مجموع همه من زائیده فرهنگ مشترک من هستیم. در این راستا ببینیم دید و اندیشه ابوالحسن بنی سعد چگونه شکل گرفت و در کجا قرار داشت. پدر ابوالحسن سید نصرالله بنی سعد از فقهای بزرگ همدان بود. بنابراین ابوالحسن نه تنها در یک خانواده مذهبی پرورش یافته بود، بلکه پدرش قطب تاثیرگذاری در شکلگیری دید و اندیشه او بود. با این وصف او در نوجوانی استقلال فکری داشت و توانست پدرش را راضی کند که به جای مدرسه فیضیه به دانشگاه تهران برود. بنی سعد مانند هزاران دانشجوی دیگر با راه مصدق آشنا شد، به جبهه ملی علاقمند گردید و در صف مخالفان حکومت خودکامه شاه قرار گرفت. اولین نقطه عطف دوستان آقای سبا تبار یک برنامه کوتاهی درست کرده که شما چگونه وقتی که شاه 6 سالش بوده شده ولی عهد ایران شکایت نمی کنید، ولی برید ببینید. خلاصه من دیروز اون رو شیر کردم روی صفحه فیسبوک و صفحه مردم تیوی و ممنونم از سبا تبا. حکومت خودکامه شاه قرار گرفت. اولین نقطه عطف زندگی بنی سعد خروج او از ایران. پس از واقعه 15 خرداد 1342 و ادامه تحصیل در فرانسه بود. دومین چرخش یا همون نقطه عطف زندگی بنی سعد تصادفی و بدون زمین سازی صورت گرفت. پدر بنی سعد در سال 1350 در نجف درگذشت. بنی سعد که برای تشییع پیکر پدرش به نجف رفته بود، با روح الله خمینی که سالها با پدرش سابقه دوستی داشت آشنا شد. این آشنایی آغاز رابطه و نزدیکی با خمینی گردید و بنی سعد جز مشاوران خمینی شد. این برای اون احمق معتادی که مجری تلویزیون توی کالیفرنیا است و همیشه میگه که هیچ کس اینا رو نمیشناخت تا بعد از انقلاب، اینا نمیدونن از سال 42 و قبل از سال 42 اینها به اصطلاح منسجم بودن، برنامه ریزی داشتن و میبینید طرف توی ایران میمیره ولی میبرنش نجف آباد، اونجا خمینی به اصطلاح مراسمش انجام میده، بعد پسرش میره با اونا آشنا میشه. همونجوری که من گفتم در یه دیدار 2 ساعته تقریبا 1.5 ساعت با آقای بنی سعد صحبت کردم، بنی سعد بارها گفت خمینی احتیاج به پول هیچ کس نداشت، چون انقدر براش از ایران پول میفرستادن و هی به ما میگفت به اینا بگین که این پولایی که میدید معنیش این نیست که ما به شما مقامی منصبی میدیم، و شما هم شاهد بودید که بعد از انقلاب چند تا از اینها را هم خود خمینی یا به اصطلاح اطرافیانش اعدام کردند و کشتند. این نزدیکی تا جای ادامه یافت که بنی سعد یکی از سرنشینان هواپیمای ایر فرانس بود و در تاریخ 12 بهمن 1357 همراه با آیت الله خمینی به ایران بازگشت. دوستان اجازه من یه تغییری بدم، یکم اگه بتونم این صفحه نوشتاری اینجا رو بزرگتر کنم که بله متاسفانه فارسی وقتی می نویسن خیلی درست توی صفحات کامپیوتر اینها پیدا نمیشه، نمیدونم شاید باید کلماتو بزرگتر کنن یا بولد بنویسن به قول دوستان. و اما میگه که
این نزدیکی تا جایی شد که 12 بهمن با هواپیما به همراه ایشون بود و میگه که بلافاصله جلسات سخنرانی در دانشگاه صنعتی شریف به راه انداخت و آیت الله خمینی او را به عضویت در شورای انقلاب گمارد، اما او حاضر به همکاری با دولت موفق نشد. مثلا من اینو نمیدونستم. خب در کابینه مهدی بازرگان بنا به خواست خمینی، بنی صدر سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی کشور شد. چرخش بعدی پس از استعفای دولت بازرگان زمانی صورت گرفت که بنی صدر با کسب 11 میلیون رأی، یعنی 76% از آرای مردم، نخستین رئیس جمهور شد. خمینی فرمانده کل قوا را نیز به بنی صدر واگذار کرد. این دورانی است که او مورد تعیین خمینی است. حتی عکسایی هم هست که حکمش رو از خمینی میگیره، عکسی هست که دست خمینی رو میبوسه. همین خمینی که میگفت دست بوسیدن حرام است در اسلام، و الان میبینید که چگونه دست میبوسن، پا میبوسن. خامنه ای میشینه رو زمین، میان اونجایی که نشسته میبوسن، یعنی کونشو میبوسن. زمانی که اسلامگراها این رابطه را مخدوش کردن، نظر خمینی برگشت، همه چیز واژگونه گردید و به گفته عبدالله جاسبی از اعضای وقت حزب جمهوری اسلامی، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس وقت در جلسه ای از بنی صدر به خمینی شکایت کرد: آنقدر این بنی صدر علیه ما حرف میزند و آبروی ما را میبرد، شما حرفی نمیزنید. و بعد آقای هاشمی ساکت شدند و زدن زیر گریه. امام جلسه را ترک کردند و ما هم همینطور سکوت کرده بودیم. فردای آن روز حاج احمد خمینی به ما زنگ زدند و گفتند دیشب امام خوابشان نبرده و حکم عزل بنی صدر را از فرماندهی کل قوا صادر کردند. بعد نیز حکم عدم کفایت سیاسی بنی صدر در مجلس مطرح شد و رأی آورد. فردای آن روز نیروهای حزب اللهی به خیابان‌ها ریختند و خواستار اعدام بنی صدر شدند. سر شب به سر قصد تاراج داشت، سهرگه نه تن سر قصد تاراج داشت، به یک گردش چرخ نیلوفری، نه نادر به جاماند و نه نادری. من لینک این مقاله رو براتون میذارم روی فیسبوک هم میذارم، روی یوتیوب هم میذارم، تو اون قسمت دیسکریپشن، که هم شمایی که از تلویزیون، هم شمایی که از فیسبوک مردم تیوی الان دارید تماشا میکنید اینو داشته باشید، و هم اونایی که از یوتیوب بعدن تماشا میکنن داشته باشن. تلاش میکنم باز از آقای امیر حسین لادن خواهش کنم که در هفته های آینده با ما باشند، چون ایشون نوشته بودن، گفته بودن به من که کار مهم برایشون پیش اومده و چند مدت نمیتونن در برنامه ها شرکت کنن، ولی حالا وقتی که آدم به اصطلاح خواهش رو تقاضا کنه ممکنه ایشون هم قبول کنه. و اما اینجا نوشتم شاهرخ انصاری. من هفته پیش وقتی که در رابطه با این آقایی که بیام قیام سپید میاد مسخره بازی در میاره و اینها صحبت کردم، بعد دیدم اون آقای این توماجه یا تومچ، چون تو ایران خیلی اسما رو یه جورای عوض میکنن که یه حالت تومچ به انگلیسی یعنی خیلی زیاد، البته یه بار منفی داره. مثلا شما به یه نفر میگی که you are too much، یعنی دیگه با تو آدم مثلا سردرد میدی. آقای تبار، من چند دقیقه پیش راجع به شما و اون فیلمی که درست کرده بودید ویدیو صحبت کردم، خیلی قشنگ بود. دیروز من اونو هم با فیسبوک شیر کردم و هم با فیسبوک مردم تیوی، ممنون و متشکرم. خیلی سوال جالبی بود که چگونه یه ملتی سرنوشت خودش رو حاضر بده دست یک پسر 6 ساله به نام ولیعه، گویا شاه 6 سالش بوده وقتی ولیعهد ایران شده، بعد همین ملت میاد این آخوندهایی که مال 1400 سال پیش هستن و میگن دختر 6 ساله میشه باش ازدواج کرد، اون موقع ایراد میگیرن. یعنی ماها اینجا میگن دبل استاندارد یا یک بام و دو هوا هستیم. جوک های زیادی هست درباره این که مادر شوهره به عروسش میگه وای وای بیا اینور، پسرم خفه شد از گرما، بعد به دخترش میگه بر کنار دست داماد بخواب سردشه. یعنی یک بام دو هوا، این ورش سرده این ورش گرم. در اصل ممنون و متشکرم آقای سبات تبار، وقت ایشون
همیشه به من لطف داشته. یادمه 20 سال 21 سال پیش که من اصلا نمیشناختم و صدای خیلی جوونی هم داشت اون موقع، با من تماس میگرفت. بیشتر برنامه‌های من اگه یه روزی این برنامه بشه از داور که حالا فوت شده، از خواهر داور یا محمد صحت بگیریم روی یوتیوب بذاریم، بیشتر اونها یک شعری هم از سبا تبار توش دیکلمه شده. ممنون و متشکرم که همراه و همگام ما بودی. و اما این آقای شاهرخ انصاری که انسان بسیار شریفی هست، چون من حدود نیم ساعت باشون صحبت کردم، یک ویدیوی دومی از این آقای توماج یا تومچ گذاشت، توماج فکر کنم گذاشته بودن، و ببینید که این بار دیگه با اسفندیار آمد، با اسفندیار آمد قوغا کرده و فلان و اینها. من نوشتم که دفعه قبل که سنگش به تیر خورد با اون ویدیو، نتونست برای پناهجویی و پناهندگی اقدام کنه. آخوندا به اصطلاح چی میگن وقتی یه نقش براب میکنن، نقشش رو نقش براب کردم و امیدوارم این بار انجام بشه. این دوستمون نوشته بود بی انصافیه اینجوری راجع به جوونا صحبت کنیم. گفتم آقا شما تماس بگیر تو من باهات صحبت کنم، اینجوری هی من بنویسم جمله جمله نمیشه. لطف کردن و تماس گرفتم. من در حال رانندگی هم بودم، واشنگتن بودم، ولی اینجا ما از این گوشی ها داریم و هنس فری. البته یادتون باشه وقتی بازم هنس فری هستین، باز حواستون که مهمترین قسمت رانندگی هست، با اون طرفی که داری حرف میزنی. ولی بهتر از اینی که حالا دیگه دستت هم اینجوری باشه و اینها. با ایشون وقت صحبت کردم گفتم ببین دوست عزیز، شما هر کاری تو زندگیت میکنی یه هدفی داری، لباس میپوشی میری بیرون که مثلا بری خوراک بخری بیای خونه، زنگ میزنی به دوستت که دعوتش کنی مثلا بریم بیرون، همه این اعمالی که انجام میدید یه هدفی دنبالش. شما از خودت سوال کن هدف این جوون چیه؟ جوونی که میبینه هزاران نفر رو قبل از این گرفتن، شکنجه دادن، تجاوز کردن، اعدام کردن، هفته دیگه ماها یادمون میره. الان من بخوام فکر کنم نمیدونم نوید افکاریه یا وحید افکاریه. اتفاقا دیدم آقای اکبری لطف کرده بود یه برنامه خوبی رو از وایس آف امریکا بوده گذاشته بود و اینها. ولی چی شد حالا گیرم؟ چون من از پرونده کامل خبر ندارم. اتفاقا یه روز با آقای اکبری گفتم ما واقعا نمیدونیم آخه این آخونده هم اگه قراره اینقدر دروغ بگن، اینقدر دروغ مثل هم آخه نمیشه که. میدونی این طرف میگه فیلمه، نمیدونم حمله بوده، اینجوری بوده، بعد اقرار کرده، بعد میگه من اقرار که کردم زیر شکنجه بوده. حالا اینو باید چه کارش کنی؟ و میدونیم که زیر شکنجه اقرار میگیرن، چون یه آقایی هم هست که اومده الان خارجه، بنده خدا دندونم نداره، گاهی وقتی دندونه میذاره گاهی وقتی ور میداره، و اینو قرامت هم بهش دادن. باز ما میدونیم حتی خود احمدی نژاد و دیگران اقرار کردن که اقرار به زور میگیرن از مردم. ولی با همه اینها، مثلا شما این ماجرای ربوده شدن ها یا ربودن ها رو نگاه کنید ببینید دیگه چقدر مسخره شده. دیگه کم مونده که سوربی هم بیاد بگه میخواستن منم بدوزن. اوکی؟ از آقای جوانمردی مسیح علی نژاد، هر کدوم از اینا رو که میگی، حالا تازگی یه خلبان دیگه اومده، خلبان هلیکوپتره توی ترکیه. ببینید چیزایی که اینا میگن نمیخونه، ردیف نیست. مثلا این آقا میگه من در ترس و وحشت بودم، تا اینکه بعدن دیگه پلیس مخفی ترکیه گفت شما میتونی بری کار کنی. بعد میگه من یک سال تو خونه قایم میشدم، هر وقتم میمدم بیرون کلا فلان، بعد یه دفعه اومده رفته رستوران باز کرده تو ترکیه، ترکیه‌ای که الان شده حیات خلوت ایران. مردم با ماشین خودشون میرن ترکیه، مردم با اتوبوس میرن ترکیه، مردم با هواپیما میان ترکیه. خیلی از کاسبا مردم رو پول میدن که بیان با اتوبوس ترکیه به شرطی که چیزی نیارن، بعد از این ور بار اینا رو ببرن اونجا. شده حیات خلوت ایران. خب اون وقت این آقا اونجا به جایی که بره یه جایی کار کنه، حالا اگه سیبیل داشته سیبیلش بزنه، اگه نداشته ریش بذاره، میاد رستوران ایرانی میزنه، تمام ایرانی ها میرن اونجا و میاد با اینا اون صحبت میکنه، با یکی دوست میشه، آقای ترک بوده، نمیدونم خانمش ایرانی بوده، بعد اینا رو ور میدارن میبرن. بعد میگه به من گفتن بیا 5 کیلومتر 10 کیلومتر، ولی من 80-90 کیلومتر بردن نزدیک مرز. و بعد میگه حالا پلیس اومده گرفته و اینها، پلیس ترکیه هم چندین نفر رو گرفته. دوستان یادتون باشه از اینکه اون
تلویزیون جم صاحبش رو ترور کردن، افراد دیگه‌ای ترور شدن توی ترکیه توسط آخوندا و اینا، هیچ بحثی نیست. برید یه ویدیویی هست اگه میتونید دوستان پیدا کنید، لینکشو بذارید اینجا. هاشمی رفسنجانی با مایک والاس، پدر این کریس والاس که چندین سال پیش هم اوایل انقلاب صحبت میکنه، مایک والاس میگه آقا شما تو سر تا سر دنیا دارید ترور میکنید. میگه نه، هیچ کدومش ثابت نشده. بعد شما هم همین کارو میکنید. یادتونه ترامپ چند سال پیش بهش گفتن آقا این پوتین آدمکش قاتل اینجوری میکنه، گفت که حکومت ما هم این کارو میکنه. ببینید ترامپ در عین حالی که دیوانه و روانی و شارلاتانه چند تا حرف درست هم زده. مثلا یکی این ماجرای مالیاته، طرف میاد میگه این مالیات نمیده، میگه مالیات من طبق قانونی دادم که شما پدرسوخته ها همین هیلری کلینتون و همین بایدن و اینا ردیف کردین. اگه من کار غیر قانونی کردم، باز شما در مصدر قدرت بودین، نرفتین منو بگیرین. اینه که بعضی وقتها یه کمی با حوصله بشینید فکر کنید. من باز برنامه قبلی هم گفتم این احمقایی که زنگ میزنن فوش میدن و من اولین فوشی که میدن قطع میکنم و میندازم دور، خیلی احمقن، نادانن. و الا شما اگر مخالفی مثل انسان قشنگ بیا با من، تو این خانم لیدا با من مخالفه در رابطه با بنی صدر. ایشون گفت که تو دانشگاه اینجوری گفته، نشونش دادم، گفتم اینجوریه، ولی از این که شما میگید بنی صدر دموکراسی رو داشت با دموکراسی، من با شما موافقم. یعنی ما یه جاهایی با هم موافقیم، بیان توی اون قسمتایی که موافقیم قبول کنیم، اون قسمتایی که مخالفیم صحبت کنیم، حرف شما پخش بشه. اگه شما احمق نباشی، پیامی که میذاری یه چیز درست بگی، خب من پخش میکنم، مردم دربارش فکر میکنن. دو روز دیگه شجاع میشی، مجبور نیستی دست بکنی تو دهنت، فلان جا تو بکنی تو دهن خودت که صدات عوض بشه، درست صحبت میکنی مثل آدم، بعد مردم میشناسنت، بعد مردم میان سراغ تو میگن آقا این بهتره سوربی میگه، این منطقی داره. شما یه تلفن میگیری دستت، دوستان این روزا با یه تلفن شما میتونی برنامه بذاری، یه چیز اینجوری میخری 3-4 دلار میذاری زیرش، این وای میسه، شما میشینی روبروش میزنی، حالا یا با فیسبوک یا با یوتیوب. فیسبوک این کارو میکنه، یوتیوب این کارو میکنه، اینستاگرام این کارو میکنه، هزاران پروگرام دیگه هست که مثل اینا معروف نشدن، ولی این کار برنامه پخش کردن اینا رو انجام میده. این حق رو از خودتون نگیرید. و شما میبینید یه آقایی هست مثلا برنامه داره پارسه، میاد صحبت میکنه، خب من واقعا باهاش مخالفم، یه چیزایی میگه ضد و نقیض، ولی حرفایی که میزنه یه جایش حرفای خوبی هست. مثلا اون دفعه راجع به این فیلمساز آقای کیارستمی میگفت، رفتارش با خانواده‌اش با پسرش میگفت. این بار راجع به آقای پرستویی میگفت که پرستویی تو دادگاه بوده، بعد باعث شده یکی از این هنرمندا، نمیدونم حالا ایرج قادریه، ما یه خواننده‌ام داشتیم قادری، یک هنرپیشه بود، خلاصه راجع به اینا صحبت میکنه. خلاصه این حق شما داری از خودت میگیری بیچاره. شما که نمیتونی حریف من بشی، تنها جوری که میتونی حریف من بشی اینه که شما صدات از همین بلندگو پخش بشه، و الا هر کی بلندگوش بزرگتره صدای اون یکی رو خفه میکنه. بماند اینو برای اون احمقی میگم که با ترس، با لرز، اصلا لرزیدن تو صداش هست، میاد پیام میذاره فوش میده. به خدا قسم به جان دوتا بچه هم، من اولین فوشی که میشنوم اون پیام پاک میکنم. حالا این پیام آخری مثلا 1 دقیقه و 25 ثانیه بوده، اگرم میگه از کجا ما میفهمیم، مینویسه. عصر عصر تکنولوژیه، عصر عصر اینفورمیشنه. من تا میزنم مینویسه که پیامه 1 و 25 میزنم، شما فوش میدیم میدازم سر تلاشقا. اینم از سعید یاد گرفتم، میگه اینا آشقاله، زباله هستن، تو چرا آقا یه چیزی که بوگند میده میاری به من میدی؟ یه گلی دیدی خوشبو بود، بیا به من بگو نگاه کن چه بوی خوب میده، ولی اگه یه چیزی بده خودت اذیت شدی بندازش دور تو سطل آشغال. درست هم خب اینم از این ماجرا. و اما در رابطه با زندگی گوگوش و چند هنرمند دیگه، دوستان لطف کنید مردمریپورت.com رو برید ببینید. بذارید من اینجا بهتون نشون بدم مردم، حالا سعی میکنم یه لینک هم بذارم، ما خودمون لینک برای این و اون میذاریم توی صفحات تلویزیون مردم، ولی برای مردمریپورت.com که اولین مردم ریپورت و اصلیه نمیذاریم. نگاه کنید اینجا کامرای 3
بذارید من اینو آف کنم که نپره. اینجا یه تایمری هست، هر از 10 ثانیه میپره. این بالا رو اگه نگاه کنید، این هست مردم ریپورت.com. من همیشه سعی کردم چیزایی که انتخاب میکنم، اسمایی که انتخاب میکنم ساده باشه، و ما چون مردم تیوی رو داشتیم، اون جوانکی که گفت جوان اون موقع گفت یه برنامه خبری هم داشته باشیم، همین ریپورت رو اضافه کردیم به مردم، شد مردم ریپورت.com. سال 2009، من از سال 2003 تلویزیون مردم اینترنتی، اولین تلویزیون ایرانی رو راه انداختم. از سال 2006 برنامه ها مستقل و چیز بود. از اون 2009 مردم ریپورت.com. حالا مردم ریپورت.com چیه؟ اولا فکر کنم اینجا برنامه زنده ما هم پخش میشه. بذارید ببینم. بله. پس این سمت که MTV پلیلیست هست، برنامه خودمون پخش میشه. شما اینجا که میای میتونی ویدیوهایی رو که خودت دوست داری بدون هیچ نظارتی توسط من بذاری اینجا. یک آقای هست به نام سروش رضایی فکر کنم، کارتونای درست میکنه، خیلی جالبه. بعد دوستان نگاه کنید وقتی میای اینجا، اینجا من 200 ویدیو میتونم بذارم. الان این نشته 1 از 200، میزنی رو این، اون 299 تای دیگه میاد، میتونید اینا رو نگاه کنید، ببینید، برگردید به هر زمانی. و ویدیوهای شاهین هم مثلا اینجا گذاشتم، ویدیوهای آقای ناصر ارشاد، حسن ارشاد هم قبلا اینجا بود و هنوزم هستن. شما میتونید ویدیوهای خودتون رو بذارید، یا مثلا رو همین مردم تیوی پلیلیست خودمونم گیت شدیم. ببینید ویدیوهای مختلفی هست، 200 ویدیو این وره، 200 ویدیو این وره. این چند تا عکس مال اون موقعی که من کارهای ویدیوگرافی و عکاسی، این خانم چیز بود، اسماشونم دیگه یادمونه، الیزابت که شوهرش میخواست رئیس جمهور بشه نشد، ولی این خانم مسئول صلیب سرخ بود. بعد این مثلا این آقا رئیس پلیس، این آقا هنرپیشه است و الی آخر. چی میخواستم بگم اینجا بود که شما وقتی میاین اینجا، یه فیلمی هست دومین، ببینید این یکه، این دومین، Friendship the Documentary، نوشته رفاقت یک مستند. من اینو براتون اینجوری بزرگش میکنم تا ببینید. این خانم گوگوشه، نمیدونم اینو کی ساخته، ولی به نظر من جالبه. اینم حالا خانم شوره آقداشلو اینها هست، از اعتیاد گوگوش خودش صحبت میکنه، از اینکه دستش بریده شده. حتما تو ایران هم شما که بودید یادتون بود شایعه بود که گوگوش خودکشی کرده، ولی گوگوش من فکر کنم، باور من اینه که اینجا دروغ میگه، میگه دستم رو میخواستم پنجره رو باز کنم، شیشه رفت، و وقتی دست میکشه رو اینجاش مثل ضربه در، اینایی که تیغ میخوان بزنن به خودشون، چون میدونید که روی دست اینجایی که مچ هست، اینجا شما اگه بزنید رگ تو، به اصطلاح خیلی زود خون از بدنت میره و بی‌حس میشی و بعدش هم اغما و چی میگم مثل حالت کما و از بین میری. این فیلم رو حتما ببینید. من حالا سعی میکنم این لینک اینم براتون بذارم. بهتون بارها گفتم ما تنها تلویزیونی هستیم که اصلا چیز نداریم، به اصطلاح اون نظر تنگی و چشم تنگی رو نداریم، نمیگیم اگه یه نفر رفت یه ویدیو از این دید، یه ویدیو از من کم میشه. دوستان این فیلم رو ببینید. چرا میگم؟ برای که نگاه کنید، باز برگردیم به همین آقای شاهرخ انصاری که ایشون تو اروپا گویا هستن، نگاه کنید ببینید که همین جوری که این جوانها به یه نوعی دوست دارن دستگیر بشن، امروز معروف بشن، و یه دفعه برنامهشون به خطا میره، بدبختا تجاوز میشه بهشون، اعدام میشن، در زمان شاه هم فرزان دلجو در همین ویدیویی که اینجا هست، آقای هوشنگ توزی در همین ویدیویی که هست، آقای شمانیزاده، همه اینها میگن که ما آرزومون این بود که ساواک ما رو بگیره معروف بشه. بعد حالا اگه همشون معتاد نبودن، بیشترینشون معتاد بودن.
مثلا آقای شماعی زاده میخنده میگه من اونجا بود که فهمیدم به اصطلاح شوهر گوگوش، ماشاءالله این شوهر گوگوش هم انقدر شوهر کرده که باید بگیم مثلا شوهر شماره 2، شماره 3، شماره 12، شماره 100 به اضافه 1. این وقتی گفت من فکر کنم محمود قربانی، ولی گویا یه آقایی بوده به نام مصداقی. این همون ماجرایی هست که میدونید خیلی ها تعجب میکنن، گوگوش که قبل از انقلاب خارج بود چرا برگشت اومد ایران؟ بعد گوگوش توضیح میده، میگه ما رفتیم برای یک برنامه توی فرانسه که همون میخواستن تبلیغ کنن جشنهای 2500 ساله. حال خود جشنهای 2500 ساله چه غلطی کرد که اینا قبلش تازه میخواستن برای تبلیغ کنن مردم بیان اونجا. کسی که پول میده میره کنسرت که نمیتونه بره نمیدونم یه کشور دیگه و فلان، اینا باید میبردی میدادی به دانشجوها و بهشون یک مثل یارانه کمک میکردی، سابسیدایز کمک میکردی که اونا بیان بماند. اون افتضاح بود، اشتباه بود، تیشه به ریشه شاه بود. و اونجا پوران بهش میگه که بیا بریم یا بیا برو کلبه، اونجا میخوان یه رستورانی باز کنن توی آمریکا که این شوهره برش میداره میاد اینجا. و اینجوری که صحبت میکنه گوگوش انگار که گوگوش رو فروختن در قبال مواد مخدر، کوکائین و هروئین که اینها باهاش فری بیس درست میکردن. من گفتم فری بیس چیه؟ رفتم تو اینترنت نگاه کردم، فری بیس من تو ایران دیده بودم که هروئین رو میریزن توی چیز میجوشونن بعد با سوزن میکشن میزنن تو رگ خودشون و اینها. اینو گویا اینجا میگفتن فری بیس. و شوهرای گوگوش، یه چند تا عکس اینجا هست اگر بتونم بذارمش تو این دستگاه، اجازه بدید گوگوش نگاه کنید. این آقای عباسی نوشته بله پلیر 2، یکم نگاه کنید. یک زن تک و تنها در میان گرگ ها، کمتر از 70 سال، همیشه در اوج محبوبیت. این عکسش گوگوش با صابر آتشینه. بعد اون مهاجرانی که یک کاره وزارت ارشاد خاتمی بوده، پروانه خروج از سید علی خامنه‌ای میگیره. بعد خود گوگوش تعریف میکنه وقتی برمیگرده ایران، مسعود فردمنش یه خواننده ای بود، کلا قیافش اونم از من بدتر، مثل آدمای ناامیده. اون گویا موقع اول انقلاب و اینها چیز بوده، بگید از این پاسدار ماستارا، میدونید خیلی ها اینجوری بودن. مثلا گویا زیا گفته بود که داور پاسدار بوده یا مأمور چی میگفتن، کمیته بوده. بله میگن خواننده عباس قادری بود، هنرپیشه ایرج قادری بود. بله میگم یه دو سه تا بودن. ممنون، متشکرم. آقای پرستویی، پرویز پرستویی تعریف میکنه که تو دادگاه بوده ولی تو تئاتر کار میکرده، کسی اونو نمیشناخته ولی این هنرپیشار میشناخته. بعد میبینه که دستور شلاق زدن قادری میاد، این میره با اونا صحبت میکنه. اونا میگن خب ما شلاق رو، و این برنامه رو برید ببینید که پرستویی در حضور یه آخوندی اونجا داره صحبت میکنه که میگه گفتن خب پس امروز ما شلاق و قرآنی میزنیم، و اون آخونده نمیگه که پس تا امروز اینا قرآنی نمیزدن، حالا باید بگیریم خودشون شلاق بزنیم بمانه. بعد میگه با اونا صحبت کردیم و اینها. همین آقایی که گفتم برنامه درست میکنه، پارسه، برنامه پارسه، همین توضیح میده که آقای پرویز پرستویی که از نظر ایشون یکی از وابستگان به رژیم جمهوری اسلامیه، ولی با همه اینها این حرف رو هم زده. و جالبه توی اون برنامه پرویز پرستویی از این دستکش های پلاستیکی سفید دستشه، نمیدونم در رابطه با کرونا بود یا یه وقت دیگه ای بوده، بماند. اینم چیزی که حالا همینجور تو صحبت ها اومده اینها. ولی زندگی گوگوش، اجازه بدید من چند تا ویدیو دیگه بهتون نشون بدم، ویدیو نه ببخشید عکس بهتون نشون بدم. این عکسه، چون نمیذاره من این عکس رو بیارم تو دستگاه، تا میارم شکلش عوض میشه. این اون کسیه که وقتی گوگوش میگه توی کاباره کلبه در آمریکا، منظورش اینه. گوگوش با همسرش همایون مصداقی، دوستان، نه آقای مسعود کیمیایی، نه آقای محمود قربانی، با این جوونک بوده. خود گوگوش هم اون موقع جوون بوده، میرن بعد اینجوری بوده. و باز یادتون میاد گوگوش یه وقتی موهاشو خیلی کوتاه کرده بود،
همه میگفتن این مدل اون خواننده فرانسوی کی بود؟ رومینا پاور و آلبانو بود، کی بود؟ بعدن سر صدای بود که نه اینم مثل این دیوونه است، خانم اینجا بریتنی اسپیر که دوستش هم الان ایرانیه، با پدرش هم الان مشکل داشت، اینا بعض وقتا وقت مواد میکشن ماشین رو برمیدارن موهای خودشونو میتراشن. اینا یه داستانایی که اینا هنرمندان ما بودن. هنرمندان امروز ما هم کیا هستن؟ مجریای تلویزیون کی هستن؟ حاکما کی بودن؟ و ملت کی هستن؟ اینی که یه مجموعه ای همش بد و بد و بد و بدتر. سلام به آقای زمانیان عزیز. آقای زمانیان، من به دوستانم گفتم آقای زمانیان انقدر لطف داشت نوشته بود من با وجودی که میرم دکتر میام اینجوری، گفتم نه آقا بعد از دکتر برو استراحت کن اینا. یه روزی هم اگه دوست داشتی راجع به این بیماری که داری صحبت کن برای دوستان. من میگم بعضی وقتا اگر یه کسی یه چیزی بگه ممکنه یه کمکی بشه، ممکنه یه کسی همین بیماری رو داشته باشه ندونه که درمانی داره و اینها. در صورت من امروز به خاطر گل روی شما نوشتم چه ساعتی برنامه دارم و تصمیم گرفتم از این به بعدم تا اونجایی که میتونم همین دو بعد از ظهر که میشه ساعت تو ایران دارن 20:30، ما 21:30 رو دست اونا برنامه داشته باشه. اینم عکس خانم گوگوش در اون موقعی که در ایران بوده. حالا یه عکس گوگوش هم هست، ببینید اکثری که میذارم چجوری میشه. دیدید این عکس گوشم، این آخری که بار آخر اومده بود کانادا و بعد به اصطلاح کنسرت های بزرگ گذاشتن، فکر کنم سال 2002 اینها بود که با شوره هم دعوا شد و میگفت که من مثل اونای دیگه تو پوست بره و اینها نیومدم و شوره هم حسابی بهش توپیل گفت ما افتخار میکنیم که تو پوست بره اومدیم، ولی ما اومدیم اینجا شبا برنامه‌های 20 نفر 30 نفره گذاشتیم، تا حالا شما بیا یه دفعه یه شب 1,000,000 دلار پول جمع کنی و بری. اینم گوگوش با همسر شماره چندش نمیدونم. و دیگه چی دارم از گوگوش؟ نه فعلا از گوگوش. اون عکس با حجابش هم که بهتون نشون دادم و این که گفتم با تلفن شما میتونید برنامه داشته باشید. دوستان نگاه کنید، حتی پروداکشن های بزرگ یعنی تولیدات بزرگ اصلی الان با تلفن دستی ضبط و ربط میشه. نگاه کنید این همه ریل و اینها گذاشتن ولی اون بالاش اون تلفنه هست. من یادمه چندین سال پیش که رفتم برای این مجاهدین و آقای فیلاوی من گفت از این آقای علیزاده، نمیدونم چه جعفرزاده، علی رضا جعفرزاده فیلم بگیر. بعد گفتم من به کسی نمیگم بیا صحبت کن، شما برو بگو. وقتی آقای فیلابی بهش گفت این مردک احمق نادان، گفت با این دوربین کوچولو نه من نمیخوام. بعد آقای فیلابی بهش گفت مردک این روزا همه با این دوربینای دیجیتال کوچولو، اون دوربین آنالوگی که میذارن رو سرشون، اتفاقا یکم الان اونجا دارن فقط برای دکور استفاده میکنن، اونا رو دیگه کسی استفاده نمیکنه. بعد آقای فیلابی گفت بیا حاضر شده. گفتم من با همچین احمقی مصاحبه نمیکنم. همون زمان دوستان وقتی میرفتی شما توی کپیتال یا توی مجالس دیگه، CNN و تلویزیونای دیگه میمدن این دوربین سنگین رو دوششون بود، ولی رفته بودن روی اینها، این تلفونا رو جدیدن که اومده بود اولای این آیفون و اینها که بود وصل کرده بودن، اگه اون دوربینم داشت ضبط میکرد این دوربینم ضبط میکرد، ولی این دوربین با کوالیتی و کیفیتی بهتر. الانم که میدونید هی هرچی تلفونا رفته بالاتر کیفیت این فیلم برداری و به اصطلاح اون DPI dot per اینچ فکر کنم همینه، مثلا شما وقتی میگی 1080 یعنی 1080 نقطه توی یک اینچه، 1080 نقطه. اوکی الان رفتیم روی 4000، جدیدتراش شده 8000، حالا بعدیش چه خبر خواهد شد؟ هیچی دیگه، میشه همون 3D و اینا که حیوانه اصلا میاد توی خونت. خب اینم زندگی گوگوش و چند هنرمند دیگه و آقای شاهرخ انصاری هم اگر یه وقت دوست داشته باشه مهمان ما باشه. و جالب این بود که آقای انصاری تمام چیزایی که من میگفتم قبول میکرد، ولی میگو حالا با همه اینا جوونن، این آقا اومده 10 ماه. گفتم آقا نشسته به زور شعر ردیف کرده که شعر بخونه، بعد من و شما هی پخشش میکنیم، من شما با دست خودمون
با پای ایشون ایشون رو میفرستیم در دام آخونده. این نظر من، نظر شما چیزی دیگه است، پخش کنید. یکی یکی هم وقتی اینا میرن و شما شب آسوده میرن میگیرن، چون شب آسوده بخونن. آقای اردشیر شیخی و آقای زمانیان، من امروز از شما دو نفر که از ایران هستید و قبلا گفتید که مایلید کمک کنید، یه درخواست خیلی بزرگ دارم. دیروز یه آقای هست، دایی محسن، من اینو توی چیز باهاش آشنا شدم، توی توییتر، گویا اصلا اینم نمیدونسته که من برنامه چیزی دارم و اینها. بذارید مسیج ها رو بیارم، مسیجز. و این نوشته های خیلی کوتاه و قشنگ می‌نویسه، بعضی وقتا من فکر کنم داستانه، ولی اون روز یه داستانی نوشته بود، یه نوشته‌ای نوشته بود حقیقی، که نوشته بود یه دکه‌ای سر خیابون ما هست، رفتم اونجا دیدم یه ساعتی توی ویترینش گذاشته و به پسره گفتم که این ساعته مثلا چند و اینها، گفته که این ساعت خودمه، میخوام بفروشم تا یه دوچرخه بخرم. میگه من یه کمی اینجوری منمن کردم و نخریدم اومدم. گفت فردا که رفتم، لابد رفته بخره، دیده این ساعت اونجا نیست، گفته ای ساعت رو فروختی؟ گفته نه، ساعت رو ازم دزدیدن. من بهش گفتم که این چیزی که شما تعریف کردی اینها، یه کمی منو برد به موقعی که اولین سالی که رفتم هنرستان کلاس دهم، از خیابون آسونه و اینها باید میرفتم تا دروازه اصفهان. الان ممکن رو نقشه نگاه کنیم کم باشه، ولی موقع ها با پای پیاده برو از تو بازار، زمستون سرما، نمیدونم روزای گرم، گشنه، اینها. من گفتم خب یه دوچرخه میخرم. پدر مادرم که پول نداشتن، گفتم کار میکنم. من همیشه تابستونا کار میکردم، شاگرد نجاری شوهر عمم بودم، آقای رستاخیز، محمد تقی رستاخیز. بعد حساب کردم، دیدم که یه دوچرخه، رفتم دیدم دوچرخه 28 پولم نرسید، 26، 150 تومن دست دومو. ما هم گفتیم خب اگه اینقدر کار کنیم، اینقدر هیچیشو نخوریم، سینما نریم فلان، میشه 150 تومن. دوستان وقتی پول من شد 150 تومن، رفتم از اون آقای بخرم، گفت که 200 تومن، اون موقع 150 تومن بوده. ببینید دوره شاه ها، اون موقع چیزا همجور میرم بالا. بعد من خیلی ناراحت بودم دیگه، با کمک یکی از همسایه‌مون که پاسبان بود، اون گفت بابا علی این جوونه رفته با یه امیدی تابستون کار کرده و اینا، بیا بهش بده 150 تومن خیرشو میبینی فلان اینها. همین کلمه رو میخوام بهتون بگم دوستان، این خیرشو میبینید یا بدیشو میبینید، این هم کارماییه که خیلی ها باور دارن. اگه به خدا باور نداری، به نمیدونم بهش جهنم باور نداری، اون مهم نیست. مهم این داشته باش که هرچه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی. من دیروز برای آقا دایی محسن نوشتم که آقا این دوچرخه چنه، من میخرم از اینجا برای این آقا. نوشته که شما توی آمریکا هستی، پول فرستادن برای ایران و اینها مشکل ممکن ایجاد کنه. گفتم من یه دوستایی دارم، امروز شاید تو برنامه گفتم، شاید آقای شیخی رفت به یه جمع دیگه گفت اونا، این آقای شیخی خودش کسیه که در جنگ و اینها شرکت، درست میگم آقای شیخی در جنگ شرکت کرده و میدونه دل یه نفر رو خوشحال کردن چقدر ارزش داره و اینها. در هر صورت گفتم حالا این چنه دوچرخه؟ گفت که 2,000,000. گفتم پیش خودم 2,000,000 تقسیم بر 25,000 تومن فکر کنم میشه 80 دلار، نه؟ در اصلاحات گفتم چجوریه، چجوری میشه چیز کنیم، اگه میشه شما کارت، گفت من اینجا کارت گذاشتم دوستان چیز کنن، همه شد چیز چیز، به اصطلاح کمک کنن تا بشه این دوچرخه رو برای این بخریم، این شماره کارت بنده است. گفتم خب حالا شما اون شماره کارت رو هم بفرست، شاید من و دوستام هم از اینجا بتونیم کمک کنیم تا این دوچرخه زودتر برای این پسر خریده بشه. بله ببینید، این شماره حساب، شماره کارت این آقاست، نوشته این شماره کارت بنده است، آقای دایی محسن. دوستان توی توییتره، بذارید من صفحش هم بهتون نشون بدم که اگه یه وقت خواستید با خودش مستقیما تماس بگیرید، با این دایی محسن تماس بگیرید. و حتی نوشته های خودش خیلی قشنگه، مثلا در توصیف خودش نوشته پسر ارشد، برادر، دایی، همسر، مهندس صنایع دائمی، مدرس، مشاور، شاعر و نویسنده، تفریحی، عاشق سفر و ماجراجویی و
چی؟ خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد. و 11000 و چیزم، 11000 خورده فالوینگ، 11000 تا فالوورز، یعنی نوشته هاشو دیگران هم دوست دارن. آقای موثقی میگه به به واقعا زیبا بود. چی آقا زیبا بود؟ بنویس برای من، چون من وقتی برمیگردم این نوشته های شما، این برنامه ها یکم با تأخیر به دست شما میرسه، بعدم که شما مینویسین من با تأخیر میخونم. دوستان این برای یه دوچرخه است. اگه من و شما ایرانی نتونیم از اروپا و آلمان و آمریکا و نمیدونم ایران یه دوچرخه برای یه پسر جوون هموطنمون بخریم، پس ببخشیدا این دیگه گندگوزیایی که میخوایم آزادی به دنیا بدیم و آزادی به بشریت بدیم و اینا رو بندازیم دور. یه کاری کنید، من تا چند روز دیگه مبلغی را به کارت واریز میکنم. خیلی ممنون آقای شیخی. باور کنید تا این آقا برای من اینو نوشت، من یادم به شما بود که اون رفعه گفتید، یادم با آقای زمانیان بود که گفتم آقای زمانیان بذار ما به دوستان بگیم پول بریزن تو حساب شما وقتی اومدیم ایران با هم بریم بیرون. گفت آقای عرفات چیه وقتی اومدی بیرون مهمون من هستی. البته خود آقای زمانیان یه ویدیوی درست کرده، آقای زمانیان اون ویدیو رو بفرست که من تو برنامه پخش کنم. خیلی قشنگ توضیح میده، تابلو ساخته برای یکی، بهش گفته بیا چلو کباب بخور، میگه آقا داشتیم چاق میشدیم میمردیم. تابلو ساخته برای یکی، پیتزا فروشی بوده گفته بیا پیتزا بخور، پولشو خوردن پولشو ندادن. نکنیم این کارا رو، والا این نه کاری به شاه داره نه کاری به شیخ داره، این کار به من و تو داره. اگه اون روز اون آقای 50 تومن دوچرخه رو 50 تومن دوستان خیلی بوده به من تخفیف نداده بود، من 3 سال هنرستان شاید نمیتونستم با دوچرخه برم و بیام. البته آقای تورج قهرمانی همسایه ما بود، تورج قهرمانی، فرج قهرمانی، من صبح زود میرفتم وای میسادم که این که میخواد بیاد با دوچرخه من رو ببینه، سوار میشدم میشنستیم رو این، یادتونه میشنستیم رو این میله دوچرخه، تا میرسیدیم اونجا بمبلمون کیس میرفت، خواب میرفت. اونجا که بیدار میشدیم تا یه ربساتی لنگان لنگان راه میرفتیم. ولی بعد من دوچرخه خریدم و کلاس 11 و 12 رو با دوچرخه خودم میرفتم. بله میگن که همین که شما فرمودید خیر بس را ببینید، خیر من درست نمیبینم از اینجا، همین که شما فرمودید خیر. بله حتما راجع به این داستان دوچرخه و اون که ساعتش رو دزدیدن، یه فیلمی بود دوستان، فیلم فکر کنم ایتالیایی بود یا فرانسوی بود، دزد دوچرخه. اونو اگه کسی باز لینکش رو اینجا داره بذاره ببینه که چجوری یه چیزی که یه نفر گم میکنه به اصطلاح زندگیش رو میشه بگه از دست میده. من اینجا دیدم کسانی رو که یه پنچری کردن، صبح نتونسته بیاد برسه به موقع، اون راننده دیگر رو فرستادن، این بیچاره کارش رو از دست داده، چون امروز نتونسته کار کنه دیگه پول نداشته ماشین شا... اینا میدونی ماشین میخرن هفتگی پول میدن، میرن مثلا هفته $200 قسط ماشین میدن، نمیدونم چی گروسری خاربار اینا میخرن. اینایی که الان میگن آقا خاربار تو ایران قسطی شده، دوست عزیز این کار رو، این روش رو این غربیا سالها پیش انجام دادن. اینجا میگن، میگن اگر از ما این کردیت کارت ها رو بگیرن، میبینید من بعضی وقتا به شوخی میگم با این کارت ها ما میتونیم بشینیم ورق بازی کنیم. نگاه کنید دوستان این کیف من خیلی هم کوچیکه ها، اوکی، ولی ببینید چند تا کارت دارم، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. البته من همیشه سعی میکنم یه دونه کارت بیشتر استفاده نکنم، یکی دیگه هم اینجا بود 16. اوکی؟ اگر از آمریکایی‌ها این کارت‌های پلاستیک یا کارت‌های اعتباری رو بگیرن، خیلی‌ها شب گرسنه نمی‌خوابن، چون رفته کار کرده پولشو جمعه یا جمعه دو هفته آینده میدن، ولی امروز باید بره خوراک ببره برای زن و بچهش،
شیر خوش ببره برای بچه کوچیکش، میره با کردیت کارت میخره، بعد دو هفته دیگه اون پول رو میگیره به اینا میده، یه سودی هم. یک زندگی هست که نگو نپرس. یه خانمی نوشته بود اگر فردا صبح چشمتون رو باز کنید و ببینید در آمریکا هستید چه کار میکنید؟ نوشتم من امروز صبح چشمم رو باز کردم و در آمریکا بودم، بلند شدم مثل خر رفتم سر کار. اینجا امریکار امریکار، مثل خر بار میبری، مثل سگ میدوی، آخرش هم هیچ. خب فیلم دوز دوچرخه یکی از فیلم های ماندگار است، واقعا قشنگ بود. خب اگه میتونی لینک داری روی یوتیوب اینا بذار اینجا اونو ببینیم. من یادم نیست این فیلم رو به زبان انگلیسی دیدیم یا به چیز. بذار من این دای محسن رو یه جوری اینجا به شما دوستان نشون بدم. نمیدونم چرا اینم بنده خدا چون فقط اسمشو فارسی نوشته، اجازه بدین following. آها اینه دوستان، نگاه کنید این صفحه توییتر آقا محسن هست، حتما اگر رو توییتر هستید باهاش تماس بگیرید. ایشون بود که برای من شماره اون کارت رو فرستاد. نوشته هاش خیلی قشنگه، مثلا یکیش اینه: مادرم هر بار که شارژ میخواد زنگ میزنه به من میگه یه شارژ 5 تومانی برام بگی، تو دستت خیلی خوبه، دیر تموم میشه. این میگه که خبر نداره، من هر وقت میرم 50 تومانی میگیرم که به اصطلاح اون ناراحت نشه و دلخوش باشه. داخل هم اکثر مردم به کارت بانکی وابستگی دارن. اشتباه نکنید آقای شیخی، کارت بانکی تو ایران من هنوز فکر نمیکنم کردیت کارت باشه، دبیت کارت هست. یعنی شما اول پول رو میذاری بعدن خرج میکنی و بلافاصله تا خرج میکنی از پول خودت رفته. اینجا این کارتی که من دارم بر اساس سالها که کار کردم اینجا، اینا فهمیدن آقا این میشه خوب ازش پول در بیار، این میتونیم امروز یه چیزی رو که میخواد $100 بخره، $2-3 این ور اون ور کمیشن این میگیره اون میگیره، بعد ما آینده بهش میگیم آقا $100 داری بدی؟ میگه نه ندارم. میگم اب نداره، شما $20 بده، ولی اون $80 باقی مونده میشه $90. اون کارت های اعتباری، کردیت کارت، کردیت یعنی اعتبار، دبیت یعنی بده، بدهی، قرض، قوله. حالا چرا به این میگن دبیت کارت من نمیدونم، چون اتفاقا اون باید کارت اعتباری باشه، این دبیت کارت، چون شما با این میخری بده کار میشی ولی اون پول میذاری. و من یادمه سال 1986 وقتی اومدم اینجا، خب من اشپارکاسه آلمان حساب داشتم، یه بانک دیگه بود، اینا حساب داشتم. اومدم اینجا به داداشم گفتم اینا، داداشم گفت نه حالا بیا از کردیت کارت من استفاده کن. بعد گفتم خب آخه اینجوری هم فیلینگش خوب نیست آدم چیز کنه. رفتیم بانک گفتم، باورتون میشه به بانک گفتم بابا من $500 میذارم، شما یه کارتی به من بدید، من از اون پول خرج میکنم. اون موقع چیزی به نام دبیت کارت نبود، سال 1986. بعد دامینیون بانک، اون خانمی که اونجا بود خیلی خانم خوبی بود، چون اطرافیان بیشتر اسپانیش و ایرانی بودن و اینها، گفت که شما باید این کارو بکنی، شما باید قبض آب برق اینا رو به موقع بدی، بعد اینا رو بیاری اینجا حساب داشته باشی، از حسابت این چیزا رو اون موقع از حساب نمیشد چک بدی فلان اینا. اینا که هی رفت آمد میکنه، بانک میبینه تو مشنگ خوبی هستی، میشه ازش پول ساخت، اون وقت کردیت. حالا همچین که یکیش میاد، اون یکی میگه آقا این چقدر میخواد به چیز کنه سود بگیره ازت؟ میگه 5%. میگه زیاده، من 4%. میزنم تو سر هم که حالا شما رو، چون شما شدی یه لقمه چرب و نرم و گرم. بله اون داخل شنیدم و چقدرم من میبینم خطرناک استفاده میکنن از این کارت. و چقدرم یه فیلمی بود مال دادگاه ها بود، طرف میگه من میرفتم خوراک دیلیوری میکردم، میگه وقتی این کارتشو میداد یه جای دیگه هم میزدم، شمارش هم که میداد اونو که چارج میکردم اینم چارج میکردم، در صورتی که اینجا وقتی ما میخوایم شماره دبیت کارت رو بزنیم، حتی این چیز انگشتمون که میره داخلش بعض وقتا خودمون این پلاستیکه رو نمیبینیم. ولی تو ایران دیدم تو فیلم ها نشون میده جلو چند نفر میپرسه شمارتون چقدر، یعنی اون 4 رقم بهش میگن اکسس کد یا پسورد، اونو طرف جلو همه میگه، در صورتی که نباید اینجوری باشه. اون آقا
فروشنده باید این ماشین رو بذاره این و شما بزنی. چرا میذارن اون و من نمیدونم اصلا. اینم هم همونه، ما ایرانی ها همه چی رو یه جور دیگه دوست داریم. ما ایرانی ها دو سه روز دیگه میخوایم یه چرخ اختراع کنیم. چرا چرخ دایره باشه؟ میخوایم این چرخه چی میگن، منشور میگن، بیزی باشه، مربع باشه، که هی که میریم هی اینجوری بشه. چقدر خوبه دیگه، خوابمون نمیبره دیگه. شما نمیتونی یه ماشین پیدا کنی که خوابش ببره، چون این چرخش مربعه. اینجا میگن آقا نرو چرخ رو از نو اختراع کن، از همین چرخ استفاده. بله میگه دوچرخه زمان شاه کرایه میکردیم 5 دقیقه 5000 از بس مردم بی پول بودن. آقای زمانی ها، من درواز سعدی یادمه روزونم 5000 بود، همون دفعه گفتم این آقای فعلی نادان اومده بود، همون درواز سعدی یه دوچرخ سازی بود 2000 میدادیم، ولی مال ما با انصافتر بودن. مثل که یه نیم ساعتی هی میرفتیم این بالا، هی با سرعت میمدیم، هی میرفتیم 2000 میدادیم، دوچرخه کرایه میکردیم. تا بعد دیگه اون سمت چرخی تو خیابون موشیرنو اگه یادت باشه، اونجا آقای اکبری موتور کرایه میکردیم. مثلا موتور یادم نیست ساعتی 2 تومن بود 20 تومن بود، یادم نیست دیگه، یادم رفت. خب میگه که اکثر جوانان تحصیل کردگان توسط گوشی پول قبوز مختلف مصرفی و یا تبادل با دیگران انجام و واریز میکنن. اینو گفتی، همین ویدیویی هست که من میگم تو مردمریپورت.com اگه نگاه کنی، تو اون قسمت گذاشتم کارتونایی که میسازه. اولا چقدر از این وبسایت ها درست شد، نه وبسایت، اپلیکیشن هایی که نمیدونم ما براتون خوراک میاریم، ما براتون مربا میخریم، ما براتون میبریم دکتر آقا خیا خانم رو، ما نمیدونم کارایی میکنن که اصلا هنوز تو آمریکا این کارا رو انجام نداده و همیشه همینه. حتی تو کشورهای دیگه هم مثل هند و اینا هم این به اصطلاح استفاده های زیاد از وسایل الکترونیکی و چیز هست و معمولا هم بعضی هاش بی خوده. من این اسکایپ رو باز گذاشته بودم برای آقای نیساری. آقای نیساری من پنجم بهشون گفتم که شما میتونید با ما باشید و ما برنامه هامون هم به جای جمعه یک شنبه هست. گفت نه، یک شنبه دهم من نمیتونم، کار دارم، ولی یک شنبه 17 میتونم. گفتیم ما امروز نوشتیم آقا خبری از شما نشد، شما میتونی با ما باشی؟ گفت کاکو جون من هفته پیش منتظرت بودم. گفتم صبر کن، من نوشته خودتو میفرستم که 5 اکتبر شما نوشتی این هفته من نیستم کار دارم، هفته آینده چیز میشه. بعد خندید نوشت که فراموش کردم. گفتم اصلا ناراحت نباش، من روزی 100 تا از این اشتباه ها و فراموشکاری ها دارم. این نشون میده پیر شدیم، امیدوارم به جایی نرسه. چون پیر شدی سربی، چون پیر شدی فرزاد، از میکده بیرون رو. دوستان عزیز میدونید من الان حدود 1 سال خورده که قانونن رسمن بازنشست شدم و چند ساله که به خاطر همین مشنگ بازی هایی که در آوردیم تو تلویزیون و خودمون سر کار گذاشتیم تقریبا بازنشست هستم. تو فکر این هستم که مردم تیوی و نمیدونم مردم ریپورت و اینا رو واگذار کنم به دیگران، احتمالا جوان تر از من، احتمالا اونایی که تیم ورک بلدن، چون ما نشون دادیم بلد نیستیم، هممون تکی خوبیم مثل کشتی، ولی فوتبال و نمیدونم اینا بدیم، دعوا میشه، پشت سر هم حرف میزنیم اینا. اگه کسی رو میشناسید یا خودتون مایل هستید که بیاین برنامه داشته باشید، یا احیانا اصلا تیک اوور یعنی اصلا کلشو شما بگیرید. حالا دیگه بالاخره ما هم چند سال از 2003 تا حالا داره میشه 18 سال 19 سال اینجا هستیم، از 2009 تا حالا میشه 12 سال روی مردمریپورت.com هستیم و میبینید اونا الان فعال نیست، فقط من وصلش کردم که همینجوری هنگینگ در، یعنی آویزونه فعلا، معلقه. ولی اگه کسی باشه از اینا حتی میشه پول بسازین. شما میبینید الان یه دختر خانمی، من تا تلفنمو میزنم روی فیسبوک این میاد نشسته گیم گذاشته، یه اجدهایی داره آدمه رو میکشه، تیک تیکی میکنه، میخورد. اینم چی میکنه؟ وقت چون نمیتونه سکسی باشه روی فیسبوک، لباسش تا اینجا پوشونده، دوربینم میاره اینجا که وقتی شما نگاه میکنی فکر کنی لخته، البته لباس تالتنج. بعد هی گاهی وقتی اینجوری میکنه، اشو به خر اشوه میگفتیم، چی میگفتیم، این کارو میکنه و مردم وای میسن. همون مثلا شما میبینی 11000 تا 12000 تا دارن نگاه میکنن. من الان نگاه کنیم ممکن 5 نفر 6 نفر نگاه کنه.
ما از این هفته تا اون هفته جون میکنیم، 800 نفر میرن روی یوتیوب نگاه میکنن. میدونی دنیا اینجوری شده، من نمیتونم با دنیا بجنگم. شما نمیتونی دنیا رو عوض کنی. این اشتباه خامی که بنی صدر و آخوندا و ترامپ و اینا داشتن، هیتلر داشته، اینا افرادی بودن که دنیا رو میخواستن عوض کنن اونجوری که خودشون فکر میکنن و همه یکی یکی از بین رفتن. باید با این همینجوری که هست بسازیم، تا اونجایی که میتونیم ازش استفاده کنیم. اصلا اگه نمیتونیم بریم کنار. و اگه کسی یه پورتال خبری میخواد، مردمریپورت.com، اینجا الان می‌نویسم که آدرس عوضی نرید، و مردمتیوی.com. مردمریپورت.com آمد اینجا. شما مثلا یه فیلمی، یه مصاحبه‌ای از یه نفر دوست دارید، اون فیلم رو شما میتونید بیارید بذارید اینجا. اون مردمتیوی.com هم که این هست، و مردمتیوی.com وقتی شما میرید اونجا وسطش یه علامت پلی یا علامت فلش هست. بذارید این صفحه رو نشونتون بدم یک لحظه. بله اینجاست، این مردمتیوی.com. میبینید اونی که بهتون میگم اینجاست. چقدر زود میره. اینجاست، اینو میزنی؟ بفرم. اشکالی هم که خانم انصاری گفته بود، این زیر مینیسه لایف. هنوز نمیدونم این چجوری موقع بازپخش و ریران و اینها عوض کنم، اون کارو انجام میدم. اینم از این ماجراها. و اما دادگاهی در ایران سازمان مجاهدین را به پرداخت 7660 میلیارد تومان غرامت به اصطلاح محکوم کرد. یادتونه که هفته پیش آقای مسعود کردار پیامی گذاشته بود که چرا حکومت آخوندا به اصطلاح سازمان مجاهدین رو به دادگاه نمیبره، چون پرونده خود آخوندا هم همچین تمیز نیست. توی آمریکا میگن شما وقتی میای تو دادگاه باید دست تمیز باشه، منظورشون به خونه. یعنی اگه یه کسی رو کشتی، حالا تو نمیتونی بیا شکایت کنی، اون کسی که کشته شده یعنی فامیل اون میتونه که دستش تمیزه بیاد شکایت کنه. و اما راجع به این اینترنت و اینها، یه نفر نوشته بود که من نمیدونم چرا یک لیوان قهوه یا چایی که میخورم بعدن باید برم یه پارچ به قول تهرونی ها یا یه تونگ به قول شیرازی ها ادرار کنم. من براش نوشتم که برخلاف چیزی که به همه ما باور داریم که مثلا اگه تشنته چای میخوری رفت تشنگی میشه، چای رقیق بله، یا چای سبک به قول شیرازی، ولی قهوه نه. قهوه که شما میخوری اتفاقا آب بدنتو میگیره و شما رو دیهیدره میکنه. نوشابم این اشکال رو داره. اینو که نوشتم، خانمه نوشت که آقای دکتر خیلی ممنون. من نوشتم من دکتر نیستم، ولی خود من هم همین مشکل رو داشتم و بعدن راجبش خوندم و اینا، دیدم اینجوریه. من خودم اینجور کافی میخوردم، لباس میپوشی، ببخشید لینک میخوام برم خیابون، قبلش هم میری ادرار میکنی، همچی که میرسیدم سر کار باز با میرفتم دستشوی. یعنی قهوهی که میخوری یه لیوان، واقعا این هی باید به اندازه های کم 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 پس بدی و آب بدنت رو میگیره. اگه کسی در این مورد میخواد صحبت کنه چیز کن. راجع به این کووید و واکسن و اینا، اتفاقا من فردا قرار برم واکسن سوم که بهش میگن بوستر، بوستر رو بزنم. گویا این نصف اوناست، نمیدونم کامل. و الان میگن که توی این برنامه های دور هم جمع شدن و اینها، کیک تولد و اینجا، سعی کنید شمع رو رو کیک تولد نذارید که یه نفر که تولدشه فوت کنه. حالا گیدی که بچه‌ها همه بهونه میگیرن، اونا هم دوباره روشن میکنن، دوباره فوت میکنن. یعنی هوا یا ببخشید دیگه توف و پوف چند نفر رو این کیک‌ها پخش میشه، همه هم میخورن. میگه کیک رو قشنگ بذارید اونجا، چند تا شمع بذارید توی یه بشقاب خوب، یه دیزاین خوب. ایرانی‌ها استاد این کارن. اون کسی که تولدشه اینا رو به اصطلاح این شمع‌ها رو فوت کنه، بعد کیک‌ها رو تقسیم کنن بدون اینکه میکروبی یا ویروسی. من یادم رفتم یه جایی کار کنم، بعد به من گفتن که با دستکش بپوشی و
یکی هم که میمد یه چیزی میخرید باید میذاشین تو کیسه پلاستیک. من اولین کاری کردم چون دستان بزرگه این دستکشو که چیز کردم فوتش کردم. طرف گفت آها دستکش خودتو میتونی فوت کنی، دستتو بکنی دوش، ولی وقتی کیسه ای رو میخوای به یه کسی نون بفروشی، سبزی بفروشی، تو نمیتونی اینو فوت کنی توش، چون هر میکروبی ویروسی که تو دهن تو هست میره تو این، اینم میذاری، بعدم بیشتری هم دیدی که سرم میبست میده بهش که برو تا برسی خونه این ویروس روش قشنگ کشت شده باشه و اینا. این ماجرای این شمهای روی کیک تولد رو نو 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 فوت نکنید. دارم به ترتیب میرم پایین دوستان. برجام و ظریف و اسرائیل و آمریکا روزگار کثیفی است. الان دوباره ایران و عربستان و این کشورها فهمیدن که آقا آمریکا بزرگترین خدمتکاراشو، حالا اگه بگیم نوکر، دوستان شاه اللهی بعدشون میاد. دوستان هیچ فرقی بین نوکر و خدمتکار نیست. بزرگترین نوکراشو، بهترین نوکراشو از بین برد. از نمیدونم اون کجا بود، آرژانتین، نه اون یکی دیگه، تا ایران و اینها دیدیم با شاه و با دیگران چجوری رفتار کردن که شاه اصلا مونده بود که آقا اینا که هر کاری گفتن من کردم، چجوری منو اینجوری از بین بردن. پس حالا ماجرای برجام، ماجرای ظریف، دروغایی که گفته ما اینو خوندیم، بعدا معلوم شده نخوندیم، کلماتی که توش استفاده شده به ضرر ایران بوده، یکی یک بی خود نیست که الان هم اسرائیل هم ایران هم آمریکا، ببخشید ایران نه، هم اروپا اصرار بر ای دارن که بیاد ایران برجامو امضا کنه و قبول کنه. و شارلاتان ترامپ اونم حتی نمیدونست که توی برجام چیه، به نفع آمریکا بوده، اونم اینو کنسل کرده. حالا باید صبر کنیم ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. ایران، عربستان، سوریه، اردن، مصر، لبنان، گویا اینها قراره با همدیگه دیدار و گفتگو داشته باشن و هی 3 به علاوه 3 6 به، من نمیدونم چرا میگن 3 به علاوه 3، چرا نمیگن گروه 6، چرا میگن 5 به علاوه 1، چرا میگن 7 به علاوه 1. اینا رو از قدیم هم باهاشون مشکل داشتم. در صورت اونا قراره که با هم، امیدواریم نتایجش خوب باشه. نروژ، ترور با تیر و کمان، نه تیر و کمانی که من و شما با کش درست میکردیم با چوب و اینا، تیر و کمان بهش میگن بوننرو یا هم چیزی که میکشن، همون که آرش کمانگیر داشته و نمیدونم این چیزای سوئدی و اینها داشتن، تیرش هم میذاشتن پشت سرشون. یک دیگه به اینا نمیشه میگی آقا، یک جانوری که البته بعد معلومش مسلمونه و گویا 23 سال یا 25 سالش رفته چندین نفر رو با این تیر و کمان که چه مرگ بدی احتمالاً هست. بله، میگه در مورد دروغ ظریف بیشتر بگو. ای بلا، تو بیشتر میدونی، میخوای من بیشتر بگم. ظریف آمد گفت اینا کلماتی که استفاده کردن کلمات مشابه و مترادفه. مثلا اینجا که میگه لیفت، لیفت یعنی بلند کردن. یک کشورهایی هست که به آسانسور میگن لیفت، که هم بالا میبره هم پایین میاره. بعد لیفت برداشتن و اینها، اون میگه گفته که اکسپایر یه چیزی اینجوری. در صورت ظریف یکی از اونایی که حالا اقلا این انقدر پرروه که میاد میگه، دیدید که حتی توی اون اتاق چیز که رفته بود نشسته بود، این برنامه های کوچه، این خانمه فکر کنم دختر آقای توکلیه، برنامه رو من نمیدونم چقدر وقت میذاره که اینجوری پر میکنه، واقعا خیلی وقت گیره. و چه درآمدی دارن اینها، یا اینا از کجا پول میارن؟ در مورد دروغ ظریف، آقا ظریف اگر دروغگو نبود اینجوری نمیتونست با آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها چندین سال، 8 سال من و شما میدیدیمش. قبل از این، این تو سازمان ملل بود دیگه، نه با اینا خوشو بش کنه. این که میگن دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید، اینم دروغگو وقتی دروغگو میبینه خوشش میاد. برنامه شماره 404 آقای حسن ارشاد رو از روز جمعه گذاشتم، ولی چون من برنامه هم دیگه روز جمعه نیست، برنامه آقای حسن ارشاد وقتی که میاد ما همون روز که میاد میذاریم تو برنامه. حسنش اینه که بهتون گفتم تلویزیون مردم روی مردم tv.com شما میتونید این بهش میگن تایم لاین یا اون ارو، ارو یعنی
پیکان، یه پیکانی که هست این وسط، اینو بکشین این ور ببرید عقب جلو، اون برنامه ها میاد. بذارید ببینم تو برنامه زنده هم این اتفاق میفته. اینجا یه لحظه اجازه بدین فکر کنم. ببینید الان شما داری برنامه منو ببینی، ولی اگه اومدی گفتی آقا حوصله سوربی رو ندارم، میخوام آقای ارشاد رو ببینم، یه لحظه من اینو به شما نشون بدم. اینو بارها گفتم و بستگی تا 12 ساعت شما میتونید اینو مثل DVR یا VCR ببرید عقب جلو. ببخشید یه لحظه، اینقدر وبسایت اینا هست گاهی وقتی قاطی میکنم. این مردم tv.com، ببینید این صفحه رو من اینجا بدم خدمتتون اینجوری تر که بهتر دیده بشه. کامرای 3 ببینید الان اینجا که میام، آهان، توی خود این صفحه مثل که نمیشه این کار رو انجام داد، ولی وقتی شما میری روی یوتیوب، بیان این پایینش، میری رو قسمت یوتیوبش، حالا تبلیغشو که ما به اصطلاح قطع میکنیم و صدا نده و بره، اسکیپ، بعد ببینید اینجا این قرمزه رو میتونی بیاری. ببینی الان شد 5 ساعت، 7 ساعت، 6 ساعت، 8 ساعت. اینجا مثلا این برنامه سوربی روز قبلش، میاریش اینجا برنامه آقای حسن ارشاد، میاریش اینجا برنامه هفته قبل کانون آوا، میاریش اینجا برنامه خود من، باز میاریش اینجا احتمالا برنامه امروز کانون آوا را میبینید از اینجا. بله آقای غفور فتایان برنامه امروز، بعد میاین اینجا برنامه منو میبینید، بینش برنامه یکم گوش رو پخش کردم، بعد برنامه من ببینی الان اول برنامه. یعنی شما اگه دیرترم میرسی میتونی ببری خودت رو عقب با این، ولی من پیشنهاد میکنم موقع برنامه زنده شما به صورت زنده ببینی که با ما همزمان باشی، بعد اگه خواستی بری یه وقت دیگه ببریش عقبتر جلوتر، یا اگه دیر رسیدی تو اون چند دقیقه که دیر رسیدی اونجا بتونی جبران کنی. و اما نوشته که در زمینه برجام مخالفین مدعی بودند که کلمه تعلیق به کار برده شده، سسپنشن، سسپند، این چیزایی که میذارن اینجا میگن سسپندر و اینا، همین کلمه تعلیقه، چون تو خودت آویزون میکنی با این کشایی که میندازی رو پیرنه. در زمینه برجام مخالفین مدعی بودند که کلمه تعلیق به کار برده شده. آقای ظریف میگفت کنسل و یا انحلال بوده، حق با مخالفین بود. خیلی ممنون. ببین این آقای شیخی، آقای زمانیان، من نمیدونم طرفدار تندرواز اصلاح طلب چی هست، ولی به اصطلاح فکر میکنم که آدم عادلی باشه. نوشته منظور تعلیق تحریم ها هست، در صورتی که اونا گفتن نه خیر، کنسل، انحلال، و اینو خب باید اینا میدادن دست کاردان، اینو باید، نه کاردان که مردا به ما بده کار بود، اینو باید میدادن به یک کسی که بیاد چیز کنه. من اینو بنویسم بله، یه دوربین دارم میخوام بفروشم. Yes, it is available. بله این دوربین کوچولویی که داشتم دارم میفروشم. این دوربین خیلی خوبیه، دوربین کنان انقدیه و فکر کنم زدم 50 دلار. اگه کسی میخواد تو این منطقه میتونه بیاد بخره، بیاد ببره. اگه کسی جای دیگه میخواد یه 10 دلاری اضافه تر. یکم به دوستان بخشنده تر باشیم، گیون باشیم. گیون یعنی دادن. حالا اون بود میگفت که نمیدونم برید بدید خوبه، بعد آقای اسلام شمس میگفت، بعد گفت بابا من منظورم رأیه، به کسی توهین نکردم و اینا. خیلی ممنون دوستان، متشکرم. ساعت 3:22 است. من امروز خودم آماده کردم برای 90 دقیقه از 2 بعد از ظهر تا 3:30، بعد 3:30 آقای فرزاد نیساری بیاد صحبت کنه. دیدم که ایشون خیلی مخالفه با بنی صدر، منتظر بودم از ایشون سوالاتی راجع به بنی صدر بپرسم، چون بنی صدر تنها نبود دوستان، یادتون باشه اول انقلاب خیلی ها بودن که فکر میکردن که اینها دموکراسی میارن، اینها انتخابات آزاد میارن، و ولی اونای دیگه یکی یکی، اون آقای چیه شاعر اجتهاد، نه فامیل قشنگ داره، یه شعر ایرانم خونده نوشته بود که بعد میگفت توی زندان دوستان میخوندن، بهشون میگفتم که این شعره رو میدونی کی گفته؟ ابتهاج. آها ابتهاج، درست میگم. اینا همشون با انقلاب بودن، یکی یکی برگشتن. آقای نوری علا، آقای خویی،
اتفاق من یه چند تا عکس گذاشته بودم، عکس با آقای خویی، عکس با شجریان، اینا رو نشون بدم. بعد دیدم هر صفحه میری همه عکسشون گذاشتن، گفتم بذار اینا عکس ها رو نشون بدن، خسته که شدن. بعد من میام عکس با آقای بنی صدرم دارم و بماند دیگه، اینها مردن رفتن، حالا عکس هم باشون داشته باشیم، اگه افتخاری هم بوده اون زمان الان چه فایر ببردم یه مغازه نونوایی بهت یه نون نمیدن. نروژ، ترور با تیر و کمان، اولی که این کار بود گفتن این یه روش نروژیه برای شکار. بعد حالا معلوم شده که این آقا مسلمانه و اتفاقا از دانمارک اومده نروژ. اگه کسی در این مورد بیشتر میدونه بگه. ابتهاج که معرفی سایه، ابتهاج نوروفت یک بسان، یعنی چی میگین؟ اسم تخلص بهش میگن؟ اینه من نفهمیدم که اینا یه اسمی دارن، مثلا مهدی اخوان سالس، میم امید، نمیدونم اون این اون اون. احمد شاملو چیزی داشت؟ احمد شاملو اون یکی دیگه که شعرهای جدید میگفت که سرشم اینجا کی بود؟ نیما یوشیچ. من نمیدونم اینا چرا اسمهاشون یه چیز دیگه هن، یه چیز دیگه میگن، نمیفهمم. میدونی بعض وقتا درک و فهم ما در حد اون نیست، ولی اونا که میفهمم. مثلا یه آقایی بود فهم سخن، بعد میگفت دو جمهوری اسلامی برای من مأمور فرستاد، حالا فهمید من کی هستم. دوباره مینویسه فهم سخن. میگم خب حالا که فهمید کی هستی دیگه چرا مینویسی فهم سخن؟ بیا مثل آدم اسم و رسمتو بگو اینها. اون خودش همون اون طرفدار حکومت بوده، عوض شده. بله ابتهاج که من این کلمه رو نمیفهمم. بله تخلصش سایه بود. بله من. خیلی ممنون. خب بستای همسایه یه عکس دارم بهتون نشون میدم. این یه ویدیو یه آقای ایرانی گذاشته بود. آقا ما یه کمی نگاه کردیم کلی وحشت کردیم. ببینم کجاست، گوگوشو نشون دادم با حجاب، گوگوشو نشون دادم با اون، گوگوشو با شوهر اولش، فلان کامرا رو نشون دادم. من اینا رو پاک کنم که بلکه اون عکس‌ها بیاد جلو. گاهی وقت آدم روی میزشو تمیز میکنه خیلی چیزا خوب میشه. آها نوشتم اوه نگاه کنید. بله چه عکس درست در اومد. من نمیفهمم، یه عکس میگیرم وقتی میذارم اینجوری کج میشه، یه عکس میگیرم همون فرمت مثلا پی ان جی یا جی پی خراب میشه. اینم بازی این با ماست. نگاه کنید این آقا تحویل گرفتن بستهای پستی همسایه عواقب داره. اگه اشتباه نکنم آقای اکبری ایشون هم آلمانه، توضیح میده که شما و اینجا رسمه، یه وقت میان دم همسایه در میزنه، الان که عمر میزن دم در میره از بیرون پرتش میکنه، ولی قبلا اینجوری بود. مثلا تو ما تو آپارتمان بودی، طرف میمد اونجا در میزد، این روبروی نبود، به شما در میزد، میگفت اینجوری، برای اونا هم یه کاغذ مینوشت که بستتون رو مثلا گذاشتم آپارتمان این، مثلا اگه آپارتمان اونا 708 بود، این ور 707 بود گذاشتم اینجا، اونم اسم میمد در میزد میگرفت. یا شما وقتی صدای در رو میشنیدی اومدن باز شد میرفتی میگفتی یه بسته داری بهشون میدی. ولی این آقا تعریفای انجام میده که آدم از گرفتن بسته های این و اون منصرف میشه. میگه آقا نخواست. خلاصه اینم یه آقای روی چیز به اصطلاح روی اینترنت. مثلا ببین عکس نحس این مسیر رو که من نشون میدم اینجوری میشه. نگاه کنید این عکس اینه، کامرای 3 ببینید این عکس اینه. اوکی اینو دارین شما رو صفحه کامپیوتر من میبینید، ولی همین عکس رو من میارم میذارم تو سیستممون، از بس این مسیح کج موجه اینجوریش میکنه. هر دو اهل شهر بابل، علی اکبر یوسفی برای وطنش مدال طلا گرفت، مسیح علی نژاد بابت فروش وطنش طلا گرفت. اینم چیزایی که دوستان مینویسن. و میدونید که خامنه ای هم حتی درباره این مدال گرفتن و اینها صحبت کرد و گفت بعضی از اینها به اصطلاح وطنشون رو میفروشن تا یه مدال بگیرن. خب مثلا این عکسه، حالا چون گذاشتمش اینجا خیلی درازش کرد و اینجوری، ببینید اصل عکس اینه کامرای 2، ولی من گذاشتمش تو سیستم. ببینید سیستم ما چون پهنه این رو هم به شکل ما داره بود. نه اینجا بد نشون نمیده. ببینید این کسی همچین گلی تا حالا دیده بود؟ من این پایینش اینا رو یه جاهای دیده بودم ولی نمیدونستم یه گلی هست اینجوری. اسم این گل هست گل صبر. هر 7 سال یک بار در کوههای ما، خودمون میگیم نیریز،
ولی کتابیش نیریز هست، در کوههای نیریز فارس میروید و عمرش یک هفته است. چه اسم زیبایی دارد، خوش به حال کسی که دیدتش. خب دوستان، خوش به حال شما که شما هم در تلویزیون مردم این رو دیدید. خب اینم از این. و اما بستهای همسایه هم خط بزنم. ها، اسم وبسایتش هم یا اسم چیش هست، آلمان، مثل آلمان میگی. ما همیشه از خودمون پرسیم چرا ایرانی ها به جرمنی میگن آلمان، یا مثلا به کجاست اینا میگن هنگری، اون میگه بوداپست. ها خیلی از این کشورها داریم، مصر، اونا میگن ایجیپت، ما میگیم مصر، دانمارک و اینا هم هست دیگه، هلند، و اون میگه ندرلند. ما بمانه، بله، میگه هنوز در آلمان این کار را میکنه. آخرین باری که بسته همسایه را گرفتم، آقای همسایه مثل طلبکارها برخورد کرد، منم دیگه قبول نمیکنم. آقا این آقایه برو بزن آلمانیا نیوز، یک چیزایی میگه، میگه اگه بسته رو گذاشتین چند روز این چیزی که توش خرابه خراب شد، شما تقصیر کاری. نمیدونم اگه بعد اون نعمت بگیره باید شما ببری یه جایی. راحت همونه که ساری I don't چی میگم، متاسفم من بسته های دیگران رو قبول نمی کنم، چون خودم مثلا خونه نیستم. یه بهانه بهانه لازم نیست، میگه میتونید قبول کنید، بگید نه. خیلی ممنون. بله، سرگرد خلبان مهرداد آبدارباشی. تو ایران وقت میخوام به یک توهین کنن، میگن که بابا این که رئیس جمهور نبود، یا مثلا آبدار چی بود، ولی فامیلی اون آقایی که براتون گفتم تو ترکیه رستوران باز کرده و بعد دوست شده و بعد اینجوری شده و بعد پلیس اومده و بعد فلان، ولی یه چیزی با سوال هم، یعنی واقعا این جمهوری اسلامی میاد اینقدر پول میده از اینا خبرها رو میخره، اینا میخواد این آقا رو بگیره ببره ایران. خب کرده اونم که آدم نمیتونه بگه نه، مثلا همون کاری که با روح الله زم کرد، ولی دیدیم از وقت 5 تا تیر میاد تو شلیک میکنه تو خیابون با اون بنده خدا جوونه کی بود اومد جعب سیاه بلک باکس و اینا رو توضیح میداد، یا اون یکی دیگه مال تلویزیون جم. ولی من نمیدونم مثلا این همه پول خرج میکنه و برنامه میذاره و اف بی آی میاد تو نمیدونم برای این مسیح علی نژاد، بعد حالا این آقای مرداد آبدار باشی ماجرای ربودن خودشو پرستوی جدید و اینها رو صحبت میکنه، ولی این چیز که شما میگی این زن دوستت بوده دیگه، زن دوستت که پرستو نمیشه. بعد شما مگه خانواده ندارید؟ بعد همه اینا که بگذاریم، شما یه خلبان سرگردی بوده، این همه پولو چجوری تا بهت گفتن برو تو سپاه پاسداران فرار کردی؟ خیلی ها گفتم که این ترکیه اون وقتا پاکستان اینجوری بود، فوری میرفتن بلوچستان، از اونجا میرفتن. ما اسم اکثر کشورها را فرانسوی تلفظ میکنیم، مثلا آلمان. تا امروز من نمیدونستم که آلمان کلمه فرانسویه. حالا اونا چه مرگی دارن؟ چرا نمیگن همین جرمنی یا جرمنی؟ بمانه. آها، میخوام امروز، میدونید که من یکی از برنامه هام این بوده که از قدیم وقتی یه چیزی یاد میگیرم میام به دوستان دیگه هم میگم. حتما متوجه شدید من چندین ماه عینک نمیزنم و امروز دیدم واقعا چقدر عینک اینجا دارم، هر جایی دو تا عینک گذاشتم که نکنه بدون عینک بشم و لنز زدم. اولا که قطره میخواستم بریزم تو شم یه ساعت اینجوری هی چشم میزدم فلان نمیتونست، ولی اومدم گفتم بابا اگه دیگران میتونن منم میتونم. ولی خیلی مواظب باشین دوستان وقتی میخواین کانتکت لنز بذارین، حالا با نسخه و دکتر رو یادتون میدن چجوری، حتما مطمئن بشید دستتون تمیزه، میشورید و اینها رعایت میکنید. اگه نیست عینک با خودتون داشته باشید تا برسید به جایی که دستتون میشورید عینک بزنید، اگه لنزتون لنز خشک میشه میفته بیرون اینها بمانه. من چند روز پیش دیدم لنزام داره تموم میشه، رفتم رو اینترنت و حوصله اون لنزایی که برای یه هفته میخری هی باید شب درش بیاری بندازیش مثل دندون مصنوعی تو آب نمک مخصوص و فلان اینا ندارم. من لنزای یه روزه رو دوست دارم، چون من صبح زود بیدار میشم از ساعت 6 لنز میزنم، معمولا تا 11 شب، یعنی میشه حدود 15-16 ساعت لنز تو چشمه، یه روزه بعدم درش میارم میرم دیگه دراز میکشم تا فردا صبح. و این قوطیه اومد اینجا، من گفتم ای چه قوطیه بزرگی. وقتی قوطی رو باز کردم ببینید این قوطیه چقدره، این قوطیه که اومد این برای 90 تا لنزه. اوکی، دیدم توی این قوطی
یه قوطی کوچیکتره، قوطی درسته یا قوطی، دیدم یه قوطی کوچیکتره. حالا چرا شرکت‌ها براشون مهم نیست این قوطی‌های بزرگ رو استفاده میکنه؟ چون اون دیده که به نفعش این قوطی‌های بزرگ رو داشته باشه، که اگه دو تام بود از این، اگه دو تام از این بود میذاره تو همین میفرسه و عیبی هم نداره. اگر هر از گاهی سربی یکیشو اوردر داد، یکیشو سفارش داد، بازم همین قوطی بزرگ رو استفاده میکنه. ولی شما اینو داشته باشید، ما تو دو تا قوطی اینجوری برامون اومد، چون دو تا اوردر داده بودم. و وقتی که داشتم اینا رو باز میکردم، من اینا رو باز میکنم قشنگ لنز چپ رو میذارم چپ، لنز راست رو میذارم راست. من خیلی آدم منظمیم، اینجوری فکر نکنید دوستان. من سالها پیش با یکی از راننده هام شرط بندی کردم که من چشم بسته بین مثلا 100 تا بوکس، تو ایران میگفتیم بوکس، اینجا میگن رچت، یا حالا میگن بوکس آچارا، اون آچاری که تو بگی من پیدا میکنم. میدونستم این میگه 916، چون چیزیه که راننده های کامیون استفاده میکنن، ترمزشون رو تنظیم میکنن، که الان سالهاست اونم اتوماتیک شده. گفت مگه امکان داره؟ گفتم به شرط اینکه تو آبجو بخری برای همه اینا که وایسادن. من چشم ببن چشم من، گفت نه لازم نیست، خودت چشم ببن 916 رو پیدا کن. اومدم در این یه جعبه قرمز انقدی بود باز کردم، اینجوری دست کشیدم، اونجا که رسیدم برداشتم گفتم این 916ه. همه مونده بودن. حالا چجوری من این کارو کردم؟ اون یه دونه آچار رو چون همیشه میخواستم برعکس گذاشته بودم، یعنی نوع سوراخش که اونا سوراخ 4 گوشه با این که 8 گوشه فرق میکنه، و دست که کشیدم ممدنم چشام میبندم، چشات که ببندی بهتر قدرت لمسایی شنوایی اینا زیادتر میشه. خب خلاصه اونو برنده شدیم، و اون آقای کوین هم اسمش بود، کوین راننده آمریکایی بود، سیاه‌پوست بود، سرباز آمریکایی بود، رفت خرید و آورد و خوردیم. من وقتی این بسته لنز رو باز کردم دیدم خیلی هم بسته بندی محکمی هست، و گفتم چرا راحت نذاشتن؟ من خب میخوان لابد کسی باز نکنه اینا. وقتی اینو پاره کردم یه دفعه چشمم افتاد به اینجا داخل این، ببینید دوستان داخل این، اوکی؟ بعد این ور رو نگاه کردم دیدم باز داخل این جدول نوشته. حالا اینجا پشتش این همه توضیح به تمام زبونهای زنده و مرده دنیا همچین چیزی نگفته، ولی شما لنز که در میاری توش اینجا اینا رو فرستاده. من اومدم اینو باز کردم و آوردم نگاه کردم مال این یکی. یعنی شما نگاه کنید دوستان، من اون پاره کردم شما دیدین، امکان نداره. شما این سر رو که باز می‌داری، این 90 تا لنز رو که می‌ندازی دور، خب اینم می‌ندازی دور دیگه، اینو ببینی. ولی من چون پارش کردم تصادفا اینو دیدم. حالا این چیه؟ این میگه که نگاه کنید کاری رو که من سالها که نه ماها انجام میدادم، این که ضربه در قرمز زده روش، اینه که شما لنز رو که برمی‌داری سرش رو که باز کنی انگشتتو می‌کنی توش، لنز رو در میاری میذاری رو انگشت اینوری میکنی تو چشمه. حالا چه اشکالی داره؟ رفتم راجبش مطالعه کردم. شما انگشتتو که میزنی این، حالا یا یه سال تو این آب بوده یا یه روز بوده یا دو روز بوده، چربیه که رو دستت هست، هرچی هم شسته باشی، هرچی هم همین الان از حمام اومده باشی بیرون با صابون و آب و فلان اینا، حتی خود همون چیزای مال آب، بالاخره این اون لایه رو از بین میبره. و شما دستتو که میزنی همون طرفی که باید بخوره رو تخم چشمت، اوکی؟ اینو شما بعدا برعکس میکنی میچسبونی. میگه اون قسمتی که اینا گذاشتن آبدار باشه، روغنکاری شده باشه، شما از بین میبری میذاری رو چشمت. از همون اول این قسمت خشک میشه، و اونایی که چشم خشکی دارن مثل ما، مال دستمون خشک نیست، چشممون خشک، باید روزی چند بار قطره بزنن. قطره هم برای کانتاکت لنز، قطره مخصوص. در هر صورت این میگه، و رفتم رو اینترنت، اونم میگه همینجوری، میگه شما صبح که این باز میکنی همه اینو، اون آب و اون لنز رو بریز کف دستت، بعد اینجوری بذار آبش بریزه، بعد دست بذار پشتش، اون چیزی که قراره به طرف بیرون باشه باید بیاد رو انگشت شما، و فقط یه بار تاچ کرده باشه، یه بار لمس کرده باشه، نه یه بار زده باشه داخلش. حالا برعکسش کنی، دستم بزنی پشتش، بذاری تو چشت، از همون اول فکر میکنی شن تو چشمته، ریگ تو چشمته،
اونم که اینجوری تا میره چپ میچسبه به میچسبه به چشمت و تا شب این خوشب چشمی شما. ولی الان من چند روز اینو که زدم دیدم چقدر راحت شده. بله میگه اخیراً به گفته شما اردوغان با مسئول جمهوری باکو قدری به ذات ابتدایی خود عمل میکنن. گرفتن نیروهای اطلاعات ایران در این راستا قابل ارزیابی است. روز اول گفتن 10 نفر از ایران، بعد گفتن 1 نفرشان از ایران هست. بله این وسط هم افرادی هستن مثل این آقا که میگم من نمیدونم آقای جوانمردی باش مصاحبه کرده، تلویزیون وایس آف امریکا یا آقای کردی باش مصاحبه کرده به نام سوران و اونم با آب و تاب توضیح میده که آمده و ترسیده و 1 سال اول هیچ جا نمیرفته و اینا، ولی 1 سال دوم یه دفعه اومده رستوران زده. آقا شما خودتون ببینید اصلا میشه کسی بیاد بره توی کشوری 1 سال بشینه تو خونه بعد یه دفعه سال دوم بلندش بره تو خیام رستوران باز کنه؟ نمیخونه. این آقای مصطفی زاده هم وقتا میگه بله این بسا همینجور هی کاغذ هم همراهش میاد تا دلتون بخواد. و اما ما اولا که اینجا اومده بودیم بسته ها رو نگه میداشتیم، پلاستیک ها رو نگه میداشتیم، شیشه های خوب رو نگه میداشتیم. الان دیدیم بابا اصلا اینجا همش باید بریزی بیرون تا اونا بتونن دوباره یه چیز جدید درست کنن. خب 3:39 است. من امروز زحمت آقای نیساری رو میکشم، یعنی وقت اون رو استفاده میکنم با شما میمونم. و اما توی این ویدیویی که روی مردمریپورت.com نه .net مردمریپورت.com هست اگه برید نگاه کنید، توی اون این آقای فردمنش، مسعود فردمنش شاعر و خواننده اولای انقلاب تو فرودگاه گویا مأمور چیز بوده، مأمور آقای سباتار. یک خسته نباشی قلبی بهت بگم صوبی جان، تنها کار کردن خیلی سخته توی عزیز. خیلی ممنون، میبینم کارهای شما رو، کارهای شما برای من جالبتر از این کاری که من انجام میدم، چون من جام مشخصه، وسایلم مشخصه، سالهاست دارم با اینا کار میکنم. ولی شما میبینم یه روز تو این رستورانی، یه روز تو خیابونی، یه روز تو گلفروشی، یه روز تو منزل اینون هستی. کار شما کار سختیه. تو به شما میگن فیلد ریپورتر، یعنی شما میرید با مردم اینها. و ولی برنامهات خوبه، برنامهات متنوع، چیزای مختلف. کاش یه حامی پیدا کنی از این بیزینس ها، ما برنامهات رو تلویزیون مردم هم پخش کنی، هفته یه ویدیو جدید یا هر وقت یه ویدیو جدید بفرستی. من میدونی کارم اینجوریه، مثلا اگه قراره یه تایم اسلات رو به شما بدم، وقتی میگم یه برنامه از آقای ارشاد، اگه این هر روزم برنامه جدید بفرسته برای من 2-3 دقیقه کار میگیره که اون برنامه رو تبدیل کنم بذارم رو سیستم. اگه شما هم خودت یا دیگران حاضر شدن پول بدن، چون سال هاست که دیگه ممنوع کردم برای کسی مجانی کار کنم، دلیلش هم بهتون میگم. من حتی اگه دوستم ازم ناراحت بشه میگم مهم نیست، پول رو از اون میگیرم، ولی خودم اون پولا رو هر جور دلم میخواد خرج کنم، چه آبجو برای خودم باشه چه بدم به بیمارستان بچه ها. چون به این نتیجه رسیدم اگه من برای آقای سبا تبا که دوستمه مجانی کار کنم، اونم میره برای این اون مجانی کار میکنه، ولی من اگر از این پول بگیرم، این میدونه آقا اگه کسی حرفش براش ارزش داره با پول بده، از دیگرانم پول میگیره. ولی بنده خدا سبا تبارم سالهاست مثل من داره مجانی میکنه. کانتاکت لنز و قطعی و راهنمای استفاده رو گفتم. یه فیلمی دوستان ساخته شده، فکر کنم تا 20 نشون نمیدن، ولی تبلیغش رو میتونید ببینید، به نام 4 ساعت در مجلس آمریکا. این ماجرای روز 6 ژانویه است. بذارید من اینجا براتون بیارم، این رو هم براتون میذارم. کم کم این برنامه ما داره میشه یک کتابخونه، که اگه شما بعدن هم بیای همین لینک ها و ویدیو ها و اینا رو بذاری 4 hours at Capitol. این نمیدونم چند ساعت فیلمه، ولی تبلیغش و اینا رو که میبینم، بله 2 دقیقه و خورده‌ای اینه 4 hours. مال HBO هم هست، بذارید من لینکش رو براتون بذارم. این یه نفر رفته به اصطلاح یه فیلم داکیومنتری ساخته از اون پلیسی که میگه من هر روز بلند میشم میرم کپیتال، گویا
20 سال کارش این بوده. این یکی از اونایی بود که بیرون زدنش. اون میدونید حدود 15,000 نفر راه افتادن رفتن به حرف ترامپ، نادان، شیاد، شالاتان، و حالا میگه من به اینا نگفتم برید. بعد میگه من گفتم برید ولی گفتم با احترام برید. آخرم فکر کنم یقش بگیرن، امیدوارم. الان گذاشتم لینکشو اینجا. این فکر نمیکنم تا 20م بتونید نگاه کنید. من زدم قیمتش نشود 14.95. من حتی حاضر بودم 14.95 بدم فیلم رو بگیرم، ولی یادتون باشه دوستان، من نمیتونم یه فیلمی رو بخرم برای مصرف خودم بعد بیام این رو به شماها هم نشون بدم. اونجوری میان دنبال من. در رابطه با این ایرانی ها باز میگم همه کارهای ما یه جور دیگه. یه وبسایتی هست یا یه صفحه هست، کانالی هست به نام هنر اول، این فیلمای ایرانی نشون میده. اون وقت اولش میاد یک نوشته خیلی بزرگ و طولانی که هیچ کس نمیخونه به انگلیسی مینویسه. من دلم میخواد از یکی از این مسئولین این کانال یا وبسایت یا هر چی سوال کنم شما اینو برای کی مینویسی؟ فیلم ایرانی که خودت هم معلوم نیست که الان از اونها کش رفتی یا بر فرض گرفتی قانونن. این فکر کنی یه آمریکایی میاد فیلم ایرانی شما رو میخواد بدوز شب بره مثلا توی کانونشون نشون بده؟ آخه نکنید. آقا به فارسی بنویس مثلا برای حمایت هنرمندان، برای فلان، نه این فیلم ها رو کپی نکنید نفروشید، که اون دیگه الان تموم شده. الان وقتی ما میبینیم نمیدونم خانم فلانی خودش پول میده که تو سینما باشه، اونم یه نوع مریضیه. طرف پول میده که بشه یکی از تهیه کننده ها که بیاد تو سینما، بعد هر جا میخواد بره ملت انگشت میکنن بهش. خب برکترو ترو بیسمن دور، ولی اینجا نیبرهود بعضی وقتا میگه که مایسونی صاحب شده برونج یس ببخشید دارم چی میکنم. I just lower price. ببینید ما زده این وعده بودیم 59 دلار، امروز کردیمش 49 دلار. حالا این میگه چطوره 25 دلار؟ میگیم نه بابا جون، ما خودمون قیمتشو کم کردیم، حالا اگه میخوای بیا بگی. ببخشید که شما اینجا هستین. I also have few more items for sale. Word یعنی ارزش داره که بیای وایسی و ببینی. Word to stop by and check them out. طرف میگه آقا دیگه این سوربی گندشو بالا آورده، بین اون ایراد میگیره، حالا خودش ما رو اونجا نگه داشته داره کارهای شخصیش انجام میده. بله مرد اینجا نوشتم مردم تیوی، صفحه مردم تیوی و مردم ریپورت رو نشون بده. و بعد راجع به تایسن فلوریست، این دوستمون گفتم گفته دو نفر تماس گرفتن، یه آقای به نام منوچهر از مریلند، ممنونم ازشون، یه آقای دیگه که اسمشو نگفته. این عادت زشت ما ایرانیان که اسممونو نگیم. گویا از کالیفرنیا ساعت 12 شب، 9 شب اونها، 12 شب اینجا، و از ایشونم ممنونم. در هر صورت بهش گفتم حالا منتظر باش یه دم زنگ بزنن بگن این به همون. گفت آقا جان انقدر، این دوستمون اهل افغانستان، گفت انقدر تو هموطنای ما این حرکت زشت هست که نگو، همه همدیگر رو چیز میکنن، به اصطلاح متهم میکنن به اینکه این ماموره، اون پول میگیره و الی آخر. آقای صمد اسکندری میگه سلام آقای سوربی عزیز، صرف نظر از موضوع برنامه، بنده برنامه شما را دنبال میکنم، از انرژی مثبت شما انرژی میگیرم، لازم دیدم سلامی عرض کنم و بابت برنامه های جالب شما تشکر کنم، زنده باشید. صمد اسکندری آقا خیلی ممنون، سلام به روی ماهت و امیدوارم شما همیشه بیننده برنامه ما باشید. همین انرژی ها ما رو بتونه اینجا پایدار کنه. دنبال جاوید بودن نیستیم، دنبال همین که باشیم و پویا باشیم. و اگر هم تونستید حمایت کنید دوستان، بنده خدا نمیگیم، حالا میگیم ما یه سلام کردیم به اون پول بده، شما هم اگر برنامه رو میبینید، اگر اهل سیگار هستید بنزه یه پاکت سیگار، اگر اهل آبجو هستید قطعه آبجو، اگر اهل کافی هستید بنزه یه کافی. فکر کنید منو دیدید تو خیابون، رفتیم با هم یه کافی خوردیم و شما ما رو مهمون کردید. در هر صورت من احتیاج ندارم به پول شما، حقیقتشو بگم. الان که دیگه این چیزا همش مجانی، از یوتیوب گرفته، فیسبوک گرفته، اینا فقط برای همین وقته و یک
دلخوشی به خصوصی داره. من کارهایی که انجام میدم بعضی وقتا مثلا طرف $30 انعام میده، برای من اصلا اون $30 مهم نیست، ولی نمیدونم، احتمالا شما میگه همچین اتفاقی براتون افتاده که یه چیز کوچولو کم ارزش روزتون رو میسازه. خیلی ممنون، این کاری که شما کردید خیلی ارزش بیشتر از هر پولی بود. ممنون، متشکرم و امیدوارم که دوستانم حمایت کنن. مایک والاس و رفسنجانی درباره ترور مخالفین، حتما اون ویدیو رو ببینید. و دای محسن، من در حین برنامه اینجا نشتم دای محسن توییتر، داستان دوچرخه و دزد و دوچرخه خودم در هنرستان. دوستان عزیز، ساعت 3:48 است. نترسید، جایی نمیرم. گفت نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم. آقای همایون رفته لاس وگاس، ما اینجا. همینجور شوخی میکنه. خب این عکسایی که نوشته هایی که پشت ماشینا میزنن، مخصوصا کامیونا و اینها، بعضی هاش خیلی قشنگه. اگه یادتون باشه مثلا پشت یه مینیبوس گویا نوشته بوده که من هم یه روز بزرگ میشم، یعنی منظورش اینه که تا میشه اتوبوس. امیدواریم اینجوری باشه. این آقا آیدا کوچولو، من نمیدونم مثلا اسم ماشینشو گذاشته آیدا کوچولو یا اسم دخترش گذاشته. نکنید دوستان اسم بچه هاتون اینا رو مخصوصا تو این زمان ناامن این ور و بر ننویسید. نوشته دیگه خودکشی قدیمی شده، اگه مردی زندگی کن. امروز یه نفر نوشته بود اگه تو 5 تا کلمه بخواین بنویسین که چگونه زندگی خوبی داشته باشین چی می‌نویسین؟ من نوشتم زندگی کن، مواظب باش زندگی شما رو نکنه. ببخشید اگه بی‌تربیته، ولی همینه که هست. شما هم از من بعضی وقتا بی‌تربیت تری. خب اینو پاک کنم، نوشته خودکشی قدیمی شده، اینو باز کنم ببینم چیه. بله، این دادگاهی که خوندم، من بهتون گفتم بارها، سعی میکنم تمام مقاله ها و اینا رو که میارم به اصطلاح مستند باشه، مدرکش اینجا باشه. گفتم دادگاهی در ایران سازمان مجاهدین را به پرداخت 7,660 میلیارد تومان غرامت محکوم کرد. آقا میلیارد 9 تا صفر داره یا 12 تا صفر؟ عجب بدبختی اگه ما یه روزی بخوام یه سفری بریم ایران با این صفرا نمیدونیم چه خاکی بر سرمون کنیم. طرف گفت آقا مگه نمیگن صفر ارزشی نداره؟ خب بیا یه چند تا صفر بذار جلوی حساب بانکی ما. ایران اگزیت، ببینم این چی نوشته. یک لحظه اجازه بدین، یک لحظه، چی بود اون شعری میگو یک لحظه هوسرانی یک عمر پشیمانی، من نمیدونم چرا اینو میاره میذاره روی این نوشته. یک لحظه با من صبر بدید ببینم ایران سامتینگ، اینو بیارم اینجا ببینم نشون مثل که درست نشونش میده. خب اگه درست نشونش میده، بله، تو فرودگاه موقع کنترل مدارکم یارو چپ چپ نگام کرد و من گفت چند لحظه صبر کنید، پرسیدم ممنوع الخروجم؟ گفت احمق جون تو داری میری مشهد، بلیت مشهد داری، صبر کن خودکارم تموم شده، میخوام یه خودکار دیگه بیارم. اینم دنباله همون صحبتی که گفتم بعضیا خیلی دلشون میخواست اون موقع گرفتار بشن و الی آخر. من یک چیزی رو هفته پیش نوشتم برای دوستان فرستادم، خیلی ها به من گفتن این نویسنده اصلیش کیه، و من برگشتم از خانم لیدا سوال کردم. لیدا خانم نوشت که خانم مریم عدالت‌جو. خانم مریم عدالت‌جو اینجا به انگلیسی نوشتی که I have confession to make. 6-7 سال قبل من مخالف اسد بودم، برای که برین واش شده بودم، شستشوی مغزی شده بودم توسط آمریکا و اینها، و فکر میکردم که اینم مثل صدام، حالا همون صدام هم اینا دروغ گفتن راجع به بمب اتم و اینها. حتی اون کلن پاور بعدن اومد گفت من اشتباه کردم، اون چیزی که من گفتم حقیقت نبوده، یعنی من دروغ گفتم. خلاصه این خانم نوشته که الان با این چیزایی که از اسد دیده که اسد تونست سوریه رو در مقابل بگید کیان اونا داعش نگه داره. اینم برای اونایی که بعضیا میگن چرا ایران تو سوریه هست و اینها،
آخونده هی میگن، میگن اگه ما نمیرفتیم اونجا اونا میمدن اینجا. خب این کامرای سه من اینو آف کنم که هی نپره پست چیمام اومد. بله کامرای سه میگه تو شیراز مادر رو از دختر نمیشه تشخیص داد، تو اصفهان گدا رو از پولدار، تو تهران دختر رو از پسر، تو دولت دزد رو از وزیر، توی مجلس خبرگان مرده رو از زنده نمیشه تشخیص داد. اینم شوخیایی که میکنن و بعضی از این شوخی‌ها و طنزها دوستان حقیقته. میدونید طنز و جوک و اینها حقیقتن اوناش که آدم بیشتر خوشش میاد بیشتر به حقیقت نزدیکه. اینترنت سپید. آها یه دوستی تماس گرفت، من بهش گفتم که آقا کامپیوترتو خاموش روشن کنه اینها، بگو نه آقا من خیلی چیزام با سرعت خیلی خوبه اینها. گفتم که خب این کارو بکن این کارو بکن، یه عکسی هم بگی برای من بفرست. دوستان شاد باورتون نشه، بذارید من ببینم دارم چه کار میکنم. خودم اونجا که بود گفت آی من چه کار میکنم، این بیارم اینجا پلیه. نه ببینید مثلا من الان این عکسه ببینید گذاشتم اینجا، ببینید چجوری نوشته، در صورت که این عکس اینه، از سیستم خودم اینجا عکس گرفتم. این کار حتما انجام بدید. توی آمریکا ما میزنیم speednet.com و میتونیم این رو پیدا کنیم. پین دوستان بعضی وقتا از اون به اصطلاح بندوید مهمتره. پینگ سرعت انتقال بین شما و اون شرکتیه که ازش اینترنت تهیه میکنید. دیدید کلمه پینگ پونگ پینگ پونگ؟ این پینگ یکی میزنه یکی برمیگرده. مال ما نوشته 3000 ثانیه. اون آقایی که برای من فرستاد عکسشو نقل 18 نمیدونم هزارم ثانیه بود، یعنی 6 برابر این طول میکشه. بعد این سرعت من میبینید اینجا نوشته 938 و فلان، یعنی به جای مگابایت دیگه این رفته رو گیگابیت. اوکی اون یکی دیگه باز آپلودش 940 939، باز همون به جای مگابیت پر سکند رفته رو گیگابیت. مال اون آقا یکیش 1 بود یکیش 1.5. گفتم آقا جون یه 2-3 دلاری در ماه اضافه تر بده. بعضی وقتا وقتی پول زیادتر بدی اینه که بعضی وقتا دارین تلویزیون نگاه میکنید هی یه سری نقطه اینجوری اینجوری، اگه یه مشتی هم شما همراهش اینجوری اینجوری کنید اون وقت شما هم سرگیچه میگیرید، شاید گوسپیچم بشین. اینم اینترنت سپید. من اینجا چیز کنم و نظر در ایران، این نظر و نظر بازی ها رو نگاه کنید دوستان، چه کثافت هایی، چه واقعا بیاب رو بازی. یعنی این جوان با این عینک با این لباس واقعا باید از خودش خجالت بکشه که وای میسه اینجا این خوراک رو میگیره. اگر بگیم این مثلا فکر میکنه که این برنج حضرت عباسه، اگه بخوره من نمیدونم چی میشه، دست قطع میشه، شفا پیدا میکنه، خب آقا یه لقمشو بخور. این چه قیافه‌ای که برای خودت درست کردی اونام ازت عکس بگیرن، مگر اینکه این خواسته مسخره کنه. میگه جز در مطلب ارسال شده معنی علاوه میدهد. اصلا نمیفهمم چی میگی آقای. بله آن این شوها یه چیزی نوشته قبلا، میگه جناب سوربیگرای من به دلایلی که دارم طرفدار نظام هستم، ولی هر جا مشکل و نقضی بوده و هست و صراحت بیان کردم، حاکمین جز دزدی و ارتشا، کلمه ارتشا رو نمیدونم، مبتلای یک دهه اخیر در آزادی های مدنی و اجتماعی مانند پوشش و حجاب، برخورد خشن با هر گونه اعتباد و فاصله داشتن با مردم مشکل جدی دارن، اما راه حل براندازی و انقلاب و تخریب مشمول نیست. اینم از این نظر آقای شیخی. پس من برداشتم درست بود که فهمیده بودم، یعنی از نوشته های ایشون از صحبت های ایشون که ایشون به اصطلاح طرفدار این رژیم هست. و اما اینو بخونیم ببینیم چی نوشته. آدم میره بالای شهر تا من یه خاطره یا تجربه از خودم براتون بگم. میگه آدم میره بالای شهر رستوران، از دم در همه بهش احترام میذارن. من یه سری پایین شهر رفتم ساندویجی، صاحبش نمیدونم با کی دعواش شده بود،
یه سری یا یه سری پایین، نمیدونم، بعد نوشته بعد ببینیم یه بار نوشته یه سری پایین شهر رفتم، یه مرتبه پایین شهر رفتم ساندویجی، صاحبش نمیدونم با کی دعوا شده، دعوا شد و پشت تلفن میگه ببین من شده میرینم میدم دست مردم، ولی از این آشغالای تو نمیخرم. ما هم داشتیم همزمان بندری میخوردیم. دوستان خیلی از این نوشته ها این نیست که این اتفاق افتاده، خیلیش اینه که اینها ذوق نویسندگی دارن و این کار رو انجام میدن، یه چیزی مینویسن، حالا شما هر جوری که میخوای به اصطلاح برداشت کن. و اما اینم یال ببین، باز دوباره پلیر دو رو من به شما نشون میدم، ببین این چیه. حالا من اینو باز میکنم تو کامپیوتر اینجوری بهتون نشون میدم، ببین این چی میشه. کپچر سلکت اریا، اینو میاریم اینجا، گواهی کامرای 3. ببینید دوستان این با اون یکی پلیر 2، شما به من بگید، نگاه کن، من اینجوری سویچ میکنم، ببین این قشنگ درست کاغذ آچار هرچی، حالا وقتی میذاریمش تو سیستم، سیستم انگار بهش گفتیم تیک تیکش کن برای ما، کجش میکنه. قوه قضایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گواهی نامه ثبت اختراع. من نمیدونستم اصلا همچین چیزی هست، میدونستم خب بالاخره یه جایی هست که ثبت میکنه اختراعات و اینها رو، ولی نوشته مشخصات مالک علیرضا میرعلی اکبر، مشخصات کامل مالکین، نمیدونم گواهی ثبت فلان اینا. خب این من برام مهم نبود این چیزی که هست، فقط مهم این بود که ببینم برای ثبت اختراع چه اداره‌ای چه سازمانی مسئوله. گویا قوه قضاییه، بدونید سه قوه داریم، قوه مجریه، قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه، که حکومت‌های خوبن که این سه تا جدا از هم باشه، حکومت‌های بدن که این سه تا رو قاطی می‌کنن، بعد خودشونم دچار دردسر و مشکل میشن. دوستان با وجودی که آقای نیساری کار داشت و نیامد، ما هر جوری بود خودمون رو کشوندیم، ولی با این نوشته میخوام امروز برنامه رو تموم کنم و از شما بپرسم که آیا این کاری که آقای بهنام شاهدی انجام داده درست هست یا نه. باز به اون احمقی، به خودم اجازه میدم بهش بگم احمق، به اون احمقی که به خاطر کم دانشیش فرق مخالف رو با دشمن نمیدونه و وقت میذاره پیام میذاره، منم پیاماشو میندازم صد آشغال، پیشنهاد میکنم مثل آدمیزاد قشنگ بیا صحبت کن، پیامتو پخش میکنیم، ما از مردم نظر میخوایم درباره پیام شما یا شما هات. آقای بنام بهنام شاهدی این پست رو گذاشته: زمانی که تبع آمریکا شدم یک حالتی مثل باقرزاده عین الله در من به وجود آمد و تصمیم گرفتم بروم ایران و لیلا را به عقد خود درآورم. خب اشتباه شما همین بوده، همین بالا نوشتی لیلا که مال تو نبود آقای عین الله باقرزاده، لیلا مال صمد بود و خیلی خوب اینو نوشتی که شما بلند شدی رفتی لیلای صمدها رو بگیری بیاری ایران و لیلا رو به عقل خود در آورده به آمریکا بیارم تا خوشبختش کنم و به اون نشان دهم که در آمریکا به من هم پیشنهاداتی شد. خلاص سرتان رو درد نیارم، لیلای اولی سر دو سال طلاق گرفت و رفت کالیفرنیا، رفتم ایران و لیلای دومی رو عقد کردم و آوردم آمریکا، یک سال و نیم طول نکشید که او هم رفت کالیفرنیا. این دفعه برای بار سوم بنا به اصرار اقوام و نزدیکان لیلای سوم را در ایران به عقد در آورده و به آمریکا در دهاتی در تگزاس که یک مزرعه کوچک داشتم مثل اون دو لیلای قبلی آوردم و از زندگی ساده و مملو و صفای بودن در کنار مرغ و خروس و گاو و اسب برایش بهشتی ساختم که او هم یک ساله پر زد و رفت به کالیفرنیا. حالا هر ستا با مردان مناسبی در کالیفرنیا ازدواج کردند و همگی به خوشبختی رسیدن و به قول دوستم مشهدی اصغر خرشون از پل گذشت و دیگر احتیاجی به من نیست نداشتن. به خودم افتخار میکنم که همان خر بودم و همه را از پل صراط گذراندم. سوال من فقط اینه، شما در رابطه با این عکس این خانمایی که گذاشتید این اشکال داره، نوشتتون درست؟ من هم الان باید این نوشته رو اینجوری نشون بدم،
که عکس اینها رو نیذارم، چون اصلا دلیلی نداره شما عکسی آورده باشین. اینا کسایی بودن که آوردیشون از ایران شوهر کردن رفتن. خب اینه که ما بارها تو برنامه ها گفتیم، همم هم گفتن، آقای هولاکویی هم همه نوعشو گفته. میگه که در بین برنامه لحظاتی کوتاه صداتان خیلی بم میشود و کشدار. آخ آخ، این همون ماجرای اینترنت شماست که میگن it's buffering. میدونی مثل چیمونه؟ مثل این که شما بعد از ظهر بخوای دوش بگیری، آبو که واز میکنی، آقای اکبری هم داره دوش میگیره، سوربی هم داره دوش میگیره، آب نمیرسه، ولی یکم شیر رو میبندی، این آب میاد تو منبع خونتون، یکم وای میسه، دوباره که باز میکنی میاد. این ماجرای منبع و اینا رو یادتون باشه. اینه اشکال اینترنت. و اگر میخواین اینترنتتون خوب کار کنه، حتما حتما اگه روزی یک بار نمیتونید خاموش رو روشن کنید، هفته یک بار این کار رو انجام بدید. گفت این نماز باشه. طرف گفت آقا من سال تا سال نماز نمیخونم. گفت نه، پس مثل خوردن باشه. اینم از این. دوستان عزیز، نظر شما درباره این نوشته آخری این آقا چی بود؟ خب به نظر من جوک نوشته، طنز نوشته، چون خیلی از اینا وقتی میرن یه بار ازدواج میکنن بعد دیگه میگن نه آقا اون پدرمونو در آورد و ازدواج نمیکنیم اینها. ایشون به نظر من خیلی خر تشریف داشته که رفته و چندین بار این کار رو انجام داده. ولی اگه نوشتهش این ویدیویی که فرستادی آقای اکبری، میگه ویدیو unavailable، یعنی در دسترس نیست، پس مشکل از خودمونه. آقا ببخشید. بیشتر وقتا تو تمام مسائل مشکل از خودمونه، ما میندازیم سر اینو. و من استادشم، با امید روزی که یاد بگیرم اول مشکلها رو خودم پیدا کنم، حل کنم. ولی یه چیزی براتون بگم، بعضی وقتا وقتی یه چیزی رو میدونی و فکر میکنی مشکل رو بذار حل کنم، یکم کارت زیاد میشه. ما اینجا باتریایی که در گاراژ رو باز میکنه، اون وقتا در گاراژ اگه برق نبود خب میمدی از تو میکشیدی باز میشد. حالا یه باتری گذاشتن، بهش میگن بکاپ باتری یا باتری زاپاس. زاپاس میگیم، خارجی اسپر میگیم. بله، بکاپ باتری. ما چند مدت پیش تو گاراژ هر وقت میرفتیم دیدیم این بوق میزنه، واشتیم این باتری رو عوض کردیم. بعد چون رشتم برق بوده و درس میدادم و اینا، اونم گفتم که حالا نکنه من باتری نو بخرم بعد این باتریه درست باشه، اون قسمتی که چارجش میکنه خراب باشه. آمدیم و اینو چارج کردیم، گذاشتیم باتری رو که چارج کردیم شد 12 ولت، گذاشتیم اونجا، دیدیم اون بوق نزد، گفتیم ای بی خود، رفتیم $17 هم باتری خریدیم. بعد یه چند روزی گذاشت، دیدیم شبور کرد باقی، دیدیم نه خیر، باتری ما که چارجش کردیم رسته به 12 خوب بوده، ولی اونجا که میره چارج نمیگیره، خراب میشه. یعنی دوباره یک کار ساده ای رو، یه تعویض، یه ریپر آرن آ رو ما سه بار کار کردیم، به دلیل اینکه یه انقدی از برق میدونیم. خب پهلو من باز میشه. آهان، این ممکنه از این چیزایی باشه که ببینم چیه. What is that؟ فهرادیبل. آهان، این ممکنه که به خاطر کشورها ممنوعه. ببین الان مثلا برای اینجا نمیذاره من حتی شیر کنم با دیگران، فقط میگه سیوش کن. خب میزنم رو واچ لیدر، حالا ببینم میذاره همچین کاری رو انجام بدیم یه بار دیگه. آها، بعضی نمیذاره، بازم همونو مینویسه و علامتش هم بغلش گذاشته پول، نوشته not available. اون دیگه چیه؟ یه علامت پول گذاشته بعد نوشته not available. این هرچیه 142 میلیون سابسکرایبر داره یا 1.42، درست نمیبینم. یوتیوب موویز اند شو. آها، این فیلم دوچرخه است. آها، اوکی فهمیدم، فاردیب، اوکی، دوز دوچرخه. این چیزه، اینجا نمیذاره، شاید مثلا تو اروپا باشه و ضمناً بغلش علامت پول گذاشته. آقای اکبر خیلی ممنون، همراه بودن شما با ما آدم اون احساس تنهایی از دست میده و میتونه به کاراش بهتر برسه. این برنامه و برنامه آقای حسن ارشاد و برنامه کانون آوا همینجوری پخش میشه تا هفته آینده که بازم با شما باشیم. امیدوارم هفته آینده با آقای نیساری باشیم، با آقای امیرحسین لادن باشیم و با شما دوستان هم باشیم. از این هفته تا اون هفته اگر
فیلمی دیدید، خواستید دربارش نظری بدید و اینها، میتونید تماس بگیرید با این شماره تلفن. افکت 6. بله، با این شماره تلفن تماس بگیرید، 202-695-2573، پیام بذارید 3 دقیقه، اگه قطع شد دوباره سعی کنید بنویسید راجع به چی میخواین پیام بدید. اون موقع کوتاه، 3 دقیقه هم وقت زیاد میاد. باز از خانم لیلا انصاری تشکر میکنم، از خانم لیلا میلانی تشکر میکنم، از اون احمق نادانی که با اون سنش زنگ میزنه و هنوز نفهمیده بعد این همه سال. اگه شاه اللهی هستی، 57 سال به مردم شاه و باباش فوش دادن، زور گفتن، چوب تو کنشون کردن مردم. اگر به اصطلاح مجاهد هستین، 40 سال بدبختا به همه آویزون شدید، الانم رهبرتون نابود و فرار، نمیدونم اصلا غیبه. اون خانم هم که طرف میاد بهش میگه شوهرت مرده، هی بیا بریم، اونجوریه. پس چی هستی تو؟ مشکلت چیه؟ اوکی، مطمئنم که تا این لحظه رو تو نگاه میکنی، اونای دیگر رو نمیدونم. دوستان هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. میگه که راستی قرار بود برای آقای اکبری برادر بزرگی کنید، چی شد آقای سوربی؟ هر وقت رفتم آلمان، یا بگیم با خود آقای، گفتم که یه نفر برای من نوشت که نه آقا همچین کاری نکنید. بعضی وقتا اینا مثل این میمونه که یه میخ مثلا طرف رفته زده توی چوبی، حالا شما این میخم که میکشی جایش اونجا هست و اینا هر وقت رد میشن جای اینو میبینن، اون جایی رو که میبینن چیه. در هر صورت ما پیشنهاد کردیم، امیدوارم خودشون به اصطلاح اگر میبینن هنوز امکانی هست، مخصوصا وقتی که دختری دارن و به اصطلاح دخترشون هم موفق هست و اینا. آیا اکبری فقط یه بچه داری؟ نه دو تا بچه داره، چون من میدونم گفته بودی دو تا بچه. نمیدونم واقعا، نمیشه آدم بگه چی، چون بعضی وقتا اگه قراره یه زندگی باشه که همش شب و روز ببخشید مثل سگ و گربه به همدیگه بپرن و گیر بدن و اذیت کنن، همون بهتره که جدا باشن. چون من اتفاقا میدونم، مطمئنم که آقای اکبری چند تا مسئله هم که پیش اومد اینجور نبوده که بد ذات بازی در بیاره. و آقای اکبری خیلی ممنون که با وجودی که مثلا شما از همسر طلاق گرفتی، ولی هر وقت کمک خواستن رفتی، احتمالا هر وقت بچه ها نیازی داشتن رفتی اومدی، همین که شما امروز با دختر گلت بودی. سلام منو بهشون برسون، امیدوارم بیام یه سفر، بیام فرانکفورت و بیام کلن و بیام ویسبادن و بیام برلین و حالا دیگه باید هامبورگم بریم. هامبورگ شاهین 2000، دوستان برید از وبسایتش دیدن کنید، از مغازش هم اگه رفتید خرید کنید. دیدم ساندویچای قشنگی درست میکنه و الی آخر دو تا دختر. خب من همیشه به دوستام که دختر دارن میگم دختر خیلی بهتر از پسره، پسر من گاهی وقتا گله میکنه. البته ما شانس آوردیم از هر دوتاش داریم و راضی هستیم. روز روزگار بهتون خوش. دوستم من تا اونجایی که نوشته بودم همه رو خوندم، انجام دادم. عکسایی هم که رو دسکتاپ بود نسبتاً گفتم و تمیز کردم. یه دو تا عکس دیگه هست ببینم. این عکسره اصلا باید نشون بدم. دوستان اینایی هستن که میگن ما ضد سقط جنین هستیم یا انتای ابورشن هستیم، آقا یکی به اینا بگه این همه بچه های بی سرپرست تو دنیا هست، برید اینا رو بردارید. خب این خانمه این کاری کرده، سال 2016 رفته این بچه رو نگاه کنید دوستان، این بالا این بچه رو ببینید چجوری داره آب میده و اینها. سال 2017 این همون بچه هست، حالا سال 2020 این همین خانم و این هم همین بچه. این ننگ و خجالت برای افرادی که میگن نه آقا خدا گفته اینا آدمن، زنده هستن، از بین نبرن، هی بیارین. خب بیارن چی کار کنن؟ شما همینایی که موجود هست بهشون برسید، همینا رو نگه دارید. خوشحالم که اینو نشون دادم. دو تا سه تا دیگه هست. آها، اگه اینو نشون نمیدادم واقعا احساس گناه میکرد. بذارید من اینو بهتون نشون بدم. حتما دوستان شما هم یه جایی که میرید با بچه‌تون، با فامیلتون و اینها، همون موقع مخصوصا جایی که جای تفریحه، خب افرادی هم هستن فقیر هستن، گدایی میکنن، کار میکنن، نگاه کنید دوستان اون طرف، اونا با بچه‌هاشون و اینا
عکسم جدیده ها، چون این دختره ماسک زده، بعضی از اینا ماسک زدن. این طرف این دو نفر اینجوری وایستادن با حسرت نگاه میکنن. شما فکر کنید مثلا اگه هر خانواده ای یکیش بیاد اینو ببره، یکیش بیاد اینو ببره، بلیت براش بخره، دو تا ساندویچ برای اینا بخرن، دو تا بستنی برای اینا بخرن، چقدر به خرج اونا اضافه میشه. تا اینکه بشینیم که آخوندی که یه عمر دزدیده و خورده و برده و اصلا برای خوردن و بردن و دزدیدن اومده مقام کسب کرده، بیاد اول حق منو بده چون من گردن کلفتم، بعدنم من حق اینا رو میدم، اونجاست که دروغ میگن. خب این عکس دیشون دادم، عکس سه تا خانومی که این آقا گفته از ایران آورده، و به نظر من کار اشتباه بدی بوده. ایران بالا و پایین. آهان اینو خوندم. آدم میره بالا شهر و اینا. یادم رفت داستان خودم بگم. آقای اکبر، من تو شیراز که بودم میدیدم، چون من تو خیابون آسرونه، درشیخ، درواز سعدی، درواز شادوی، لب آب اینا زندگی کردم. بعد خب هنرستان وقتی میرفتی درواز اصفهان، بعد این بر دوستمون آقای جعفر معبودی، درواز کاظم، یعنی همه جای شهر پقیر بودم. میدیدم جایی که مردم فقیرترن، جنسا رو گرونتر و جنسای بدتر به اونا میدن. حالا اون زمان که خیابون باغشاه و ملا صدرا خیابونای بالای شهر بود، شما اگه میرفتی اونجا میوه های بهتر اونجا ارزونتر بود. دلیلش این بود که اون سبزی فروشیه میدونست به آدمایی که اینجا هستن نمیتونه گرون فروشی کنه، نمیتونه چیهای بد بده، نمیتونه بگه همینه که هست. و اون چیزی که این نوشته بود، رستوران بالای شهر که میریم از دم در سلام علیک میکنن و دلو راست میشن، رستوران پایین که میریم اینجور. این هم از این. فکر کنم واقعا عکسای روی صفحه دسکتاپم رو چیز کردم. این کلمه دسکتاپ، دسک میز کارو بهش میگن دسک، تاپم میگن روش دیگه، روی میزم. و شما اگه روی میزتونم خیلی شلوغ کنین، چی بریزین، میخواین آب بردارین میزنین به یه چی دیگه، میخواین یه چی بردارین میزنین به آب میریزه، چیاتون نمیتونی پیدا کنین، سعی کنید کامپیوترتون اون دسکتاپش کلین باشه. این کارم با درست کردن پوشه یا فولدر درست میشه. یه فولدر درست کنین، اون وقت فست‌تر هم میشه کامپیوترتون. فولدر توی درایو سی بذارید یا توی درایوایی که به کامپیوترتون وصل میشه، چون دسکتاپ همین اندازه دسک دیگه، میگه 4 گیگابایت رم، یعنی همین. وقتی پر میشه دیگه میذارن طبقه طبقه طبقه. این کارو نکنید، خیلی تمیز، نایس، کلین. من اون وقتا که تو کار بیمه بودم تا سال 2000 باور کنید، یه دونه فولدر میآوردم، کارم که انجام میشد میذاشتم اونجا، تو کارهایی که انجام شده زور همه اینا رو از همه اینا رو میذاشتیم توی کابینت که تموم شده بود. هیچ وقت شما دو تا پوشه اینجا نمیدیدی باز باشه، مگر اینکه مثلا یه آقایی دو تا شرکت داشته باشه بگی این ماشین رو که میخوام بیام اینجوری بود. انقدر کارا راحت تره تا اینکه میری یه جایی ببینی هزار تا کاغذ رو میزشه. البته متاسفانه تو آمریکا میگه میزای تمیز نشون میده کار انجام نمیدن، اونی که میز شلوغه، اینم ببخشید اینو میگم، این تنبلا گنگوشات برای خودشون درست کردن که بگن ما که میز اون شلوغه اینجوریه. نه آقا. خب اینم از این، از این، از این، همه چی ردیف و مرتب. دوستان روز روزگارتون خوش. بریم یه کنسرت گوگوش نگاه کنیم. این کنسرت گوگوش یکی از بهترین ها بود، برای که خودشم حتی به مردم میگه دیگه شما از این تصویر بهتر هست. خب اینا دارن ضبط میکنن، بدبخت، اینقدر پول دادی دیگه چرا میای تو دو اینچی نگاه میکنی؟ اینو بذار تو جیبت راحت نگاه کن، بعدم که میری خونه چیز برات بی بی سی. من تعجب میکنم این گوگوش، حالا دختر کوچولویی بوده، هرچی بوده و صد تا شوهر فلان اینا، ولی هرچی شانس باهاش یار بوده که مثلا این از خارج بر میگرده بعد اون ماجراها، بینی چه وضعی داشته، موهاشو تراشیده بوده، دستش حالا میگن خودکشی، بعد میگه نه زدم تو شیشه و دو جاش اینجوری شده و فلان اینها. چون کسی که دستش میزنه تو شیشه میشکنه، نمیاد دستبند ببنده بره برنامهش اجرا کنه. اون کسی این کار میکنه که میخواسته خودکشی کنه، بعد پشیمون میشه، حالا میبینه که آخر شب باید کوکائین بکشه، میبنده و میره. برید داستانا رو نگاه کنید. خلاصه مسعود فهمنش میگه این خانم ول کنید بره خونهشو بهش میدن. در زندگی همیشه یه سری چیزایی براش اتفاق افتاده در جهت خوش شانسی، حالا هم که اومده نشسته کنار
ساحل آرام، نوه و بچه و اینها. البته نه خودش زندگی خوبی داشته نه بچهش کامبیز زندگی خوبی داشته. کامبیز میگه که یه سال بیشتر با مادرش زندگی نکرده، همیشه با باباش و زن باباش و اینا بودن. و کلن این هنرمند اون چیزی نیست که شما میبینید جلو دوربین میخندن. اینو بهاره رهنما هم میگه. این بهاره رهنما هم گویا خیلی دنبال حاج آقا هست. حالا فکر کن یه حاج آقا شوهر کرده. بماند چی بگیم دیگه، هر کی هم با ما بد نبود بد کردیم. بزنیم بریم سراغ کار و زندگیمون. روز روزگار بر شما خوش. پس اجازه بدیم من این فیلم گوگوش رو بیارم بذارم اینجا ببینم اینجا میشه. نه اینجوریش میکنم که یه دو دقیقه بهم وقت بدید. دو دقیقه چیه، خودم الان اینجا درست میکنم. ملت میگن آقا دیوونمون کردی یا تکلیف تو با ما معلوم کن. نه صبر کنید هست. اوکی اینجا مینویسم پلیلیست، پلیلیست اوکی. بعد اینجا میایم توی این میذاریم VLC playlist. بعد توی VLC playlist میذاریم پرونده های خانم گوگوش، کانون آوا، آقای ارشاد. خودمون خیلی مهم نیستیم، دوستانی که اینجا هستن راضی باشن بهتره. موزیک رو گذاشتم دوستان، از شما خداحافظی میکنم. روز روزگار بر شما خوش. مرسی که با ما بود.